دوستان سلام میکنم من علی حجت هستم و دوستان برکلی لکچرز گفتارهای برکلی این وظیفه رو به عهده من گذاشتن که معرفی دکتر مهرداد وهابی و بخش تنظیم سوالات که دکتر وهابی به اونها پاسخ خواهد داد رو به عهده بگیرم. دکتر مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه سوربن، سوربن شمالی در پاریس هستند و همچنین محقق و مدیر بخش تحقیقات اقتصادی در شمال پاریس که بخشی از مؤسسه تحقیقاتی بسیار پرپرستیژ CNRS هستش، مؤسسه تحقیقات ملی در زمین تحقیقات علمی در فرانسه که شهرت جهانی داره. ایشون مدیر اون بخش شمال پاریسشون هستن و دکتر وهابی تحصیلات خودشون رو طبیعتاً در زمینه اقتصاد انجام دادن. در آمریکا در دانشگاه شیکاگو و قبل از اون مدتی در ایندیانا، بعدش هم در برکلی و بالاخره موفق به دریافت درجه دکترای اقتصاد از سوربن پاریس میشن و تحقیقات مافوق دکتراشون رو انجام میدن. تا به حال مسئولیت‌های تحقیقاتی و تدریسی زیادی در خیلی از کشورهای جهان داشتند. به مدت یک سال استاد مدعو و محقق در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا بودند و همچنین در دانشگاه یورک کانادا. مرد جان هر جا من اشتباه کردم لطفا تصحیح کنید. و دامنه تألیفاتشون بسیار وسیعه. خودشون خواستن به خاطر اینی که وقت بیشتری به صحبت‌های امروزشون اختصاص داده بشه، از قسمت معرفی کتاب‌ها تا اونجایی که میشه کوتاه‌ترش بکنی. ایشون کتاب 2000 در سال 2004 کتاب The Political Economy of Destructive Power رو دادن بیرون. بعد در سال 2015 از طریق کمبریج یونیورسیتی پرس کتاب بعدیشون که Political Economy of Predation هستش و بالاخره آخرین کتابشون که در مورد انفال صحبت میکنن و از نظر من یک ادای سهم بسیار مهم و جدیدی در زمینه اقتصاد هستش به نام Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism. برای دوستانی که احتیاج داشته باشن میشه هماهنگی مخرب، مسئله انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی که در اونجا به مسئله انفال و غارتی که صحبت میکنیم جمهوری اسلام میکنه، پایه‌های تئوریک و مبانی قرآنی این رو خیلی قشنگ مورد توجه قرار میده. صحبت امروز ایشون همینطور که الان در لیست جزئیات برنامه ها دکتر وهابی با همه شما در میان خواهد گذاشت، راجع به جایگزین اقتصادی برای جمهوری اسلامی است. درسته مرداد جان؟ چیزی رو کاملا صحیح علی جان، کاملا صحیح. همین جهت این گوی و این شما بفرمایید. با تشکر از برگزار کنندگان سخنرانی های برکلی و دوست عزیز و قدیمی علی حجت برای اداره جلسه، من متن در واقع فهرست موضوعات امروز رو در مقابل شما قرار میدم. بدیل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، این گفتار من مشتمل بر یک مقدمه که در مقدمه سه سطح دگرگونی رو از همدیگه تفکیک خواهم کرد. تغییرات سیاسی که هر اقتصادی و هر حکومتی در واقع ملزم هست به انجام اونها با توجه به نیازهای متغیرش، اصلاحات و مفهوم انقلاب که در اقتصاد بیشتر ترانسفورماسیون موسومه، و بعد از اون صحبتم رو در سه بخش ارائه خواهم داد. بخش نخست در واقع یک جور دیاگنوستیک بیماری اقتصاد ایران، مشکل اقتصاد ایران چیه،
هم توصیف مشکل و هم ریشه یابی مشکل. بخش دوم توضیح در واقع لزوم یک انقلاب اقتصادی در ایران با توجه به ریشه مشکلی که در بخش یک توضیح داده شده. در اینجا مقدمتاً بر بُعد نهادی تغییرات انگشت خواهم گذاشت که این بُعد نهادی مشتمل بر دو عنصر، یکی مسئله تغییر شیوه اصلی مالکیت که در اینجا انفال هستش، بنابراین در دو بخش این قسمت رو بررسی میکنم، یکی مسئله معنای ملی شدن انفال و یکی هم خلعیت از مؤتلفین انفال، و پس از بررسی مسئله مالکیت مسئله شیوه هماهنگی در اقتصاد که چرا نهادهای موازی میتونن تغییر پیدا کنن و چرا باید بکنن. بعد از این بخش در واقع نهادی تغییرات لازمه برای یک انقلاب یا ترانسفورماسیون اقتصادی در ایران به بخش آخر صحبتم میپردازم که تغییر اقتصادی یا توسعه، الگوی توسعه اقتصادی است، که الگوی توسعه اقتصادی متناسب با این تغییرات نهادی چگونه خواهد. نتیجه گیری کوتاهی هم در انتهای مطلب خواهم داشت. خب خدمت شما عرض شود که من در اینجا مقدمتاً اشاره‌ای خواهم داشت به این که وقتی از تغییرات صحبت می‌کنیم برای توضیح بدیل اقتصادی، باید ببینیم منظور از تغییرات چه چیز هست. سه سطح از تغییر رو میشه از همدیگه تفکیک کرد. نخستین سطح تغییر سیاست در حدود تعدیل و تثبیت اقتصادی است. این مجموعه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است، چه در سیستم بودجه، چه در حوزه پولی و چه در حوزه تجدید توزیع درآمدها. این سه عرصه‌ای که در اقتصاد معمولاً به اونها رجوع میشه. امروز هم در ایران تغییر سیاست وقتی مطرح میشه که فرض بفرمایید مشکل اصلی اقتصاد ایران رو تحریم‌های اقتصادی تلقی کنیم و اون نوع سوء مدیریتی که با این تحریم‌های اقتصادی شکل گرفته. این نگاه نگاهی هست که اساساً هیچ تغییری نه در شیوه هماهنگی، نه در قدرت سیاسی حاکم و نه در شکل مالکیت لازم میدونه. مسئله عبارت از تغییر سیاست است. این نگاهیه که مثلا ما امروزه از جانب آقای حاشای پسران به طور ویژه ازش باید یاد بکنیم. آقای حاشای پسران مشکل اصلی اقتصاد ایران رو همونطوری که در مصاحبه های خودش هم با بی بی سی به دفعات اشاره کرده، این میدونه که مسئله تحریم هاست و متناسب با این تحریم ها سیاست های اقتصادی که به نوعی سوء مدیریت در ارتباط با این تحریم ها پدید اومده. بعضی ها البته یه حدی از این فراتر میرن ولی در چارچوب همین تعدیل ها هستن، که از جمله اونا باید از آقای هادی کمالزاده نام برد که صحبت از بازگشت به سیاست های دوره آقای رفسنجانی را اضافه می کنن. یعنی هم رفع تحریم ها، هم در واقع رفع سوء مدیریت و سوء مدیریت نوعی بازگشت به دوره سیاست های آقای رفسنجانی یا تداوم اون سیاست ها رو میپنداره. دسته دوم کسانی هستند که به تغییر سیاست قناعت نمی کنن و خواهان رفرم هستن. منظور از رفرم چیه؟ اول از همه باید گفتش که رفرم به این معناست که مشکل اصلی اقتصاد رو در نحوه تخصیص منابع میبینه. خب مثلا در این مورد ما میتونیم از آقای موسی غنی‌نژاد یا آقای مسعود نیلی یا آقای طبیبیان نام ببریم که اینها مشکل رو نه فقط در تحریم ها بلکه در این میدونن که اقتصاد ایران به شیوه سوسیالیستی داره اداره میشه، به شیوهی که در واقع یک پولیتبرو داره تصمیم میگیره و نوع ادارش نوع اداری آمرانه است که در اون دولت نقش فائقه رو در تخصیص منابع داره و قیمتگذاری ها رو به عهده گرفته و در اون بازار که وسیله تخصیص بهینه منابع است از کار افتاده. هدف اونها این هست که اعاده بشه موقعیت بازار در تخصیص منابع به جای دولت و از اقتصاد عاملانه خارج بشی. ولی وقتی از رفرم صحبت میکنم اینی که این آقایون
علل اصول انجام این کار رو بدون تغییر نظام مطلقه ولایت فقیه و بدون تغییر شکل اصلی مالکیت یا مالکیت انفال که در ایران هست میدونم. و این رو شما در مصاحبه هایی هم که اخیراً آقای غنی نژاد داشتن و چه با آقای علی علیزاده و چه در واقع مصاحبه‌ای که با آقای مسعود درخشان داشتن شما میتونید شاهدش باشید که اتفاقا انتقاد دادن اقتصاد اسلامی خیلی اقتصاد چاره جویی هست برای اینکه نظام ولایت فقیه مطلقه دارای انعطاف لازم هست به خاطر حفظ قدرت در دست روحانیت حاضر هر نوع انعطافی رو به خرج بده و خب میگن در مبنای این انعطاف پذیری نظام اسلامی لازم هستش که بازار بیشتر مورد توجه قرار بگیره و اگر گرفتاری وجود داره تبعیت و تأسی از مدل نوع شوروی است و باید به این خاتمه داده بشه و اقتصاد از مدیریت دولتی خارج بشه. ولی اساس و رکن مالکیت انفال و نیز در واقع قدرت مطلقه فقیه میتونه سر جای خودش باقی بمونه. نگاه سوم یا سطح تغییرات سوم به یک ترانسفورماسیون یا انقلاب باور داره، یعنی مشکل رو فقط در مسئله تغییر سیستم تخصیص منابع نمیبینه، بلکه مشکل رو هم در قدرت سیاسی و اونچه که با قدرت سیاسی ملازمه داره شکل اصلی مالکیت میبینه. خب این نگاه سوم نگاهی هستش که خواهان تغییر نظام مسلط مالکیت یا انفال و همراه با اون میخواد که به اصطلاح شیوه تخصیص منابع که از دیدگاه اون نهادهای موازی هستن تغییر پیدا کنه. خب در اینجا مهم هستش که ما بدونیم یک دیاگنوستیکی داشته باشیم از مشکل اقتصاد ایران و بر مبنای اون بگیم که کدوم سطح از این سه سطح تغییرات باید مورد توجه با واقع بشه. بخش نخست صحبت من میخواد در وهله اول به همین نکته بپردازه که مشکل اصلی چی هست. همونطوری که خدمتتون عرض کردم اول باید مشکل رو ما توصیف کنیم. در توصیف مشکل به نظر من مطالعاتی صورت گرفته از جانب آقای مسعود نیلی و همکاران که این مطالعات در چارچوب پروژه پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف بوده و این کار همراه با اتاق بازرگانی و صنایع معدن و کشاورزی تهران انجام شده و این مطالعات از سال 1390 آغاز شده و در سال 1394 خلاصه ای از اون رو در حدود مثلا 900 صفحه هست خلاصه این مطالعات انتشار پیدا کرده و به گمان من این اولین مطالعه در حد اقتصاد کلان یا ماکرو اکونومیه که به طور جدی در ایران انجام شده و در اونجا شما میتونید توصیفی از مشکل اصلی اقتصاد ایران داشته باشید. من این رو در دو جمله براتون بیان میکنم و به طوری که بتونه هر خواننده شنونده ای که متخصص اقتصادم نباشه موضوع رو متوجه بشه. همونطوری که میدونید مهمترین شاخص کلان اقتصادی عبارت هستش از تولید ناخالص ملی و میزان رشد رو با تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص ملی تقسیم بر به اصطلاح جمعیت فعال کشور که درآمد سرانه محسوب میشه اندازه‌گیری میکنه. خب در این گزارشات گفته میشه که مطالعه کردم ترازنامه بیلان شرکت ها رو و یه چیزی رو پیدا کردم و اون این هست که وقتی شما شرکت ها رو در ایران بیلانشون رو بیلان سالیانه شون رو مطالعه میکنید دریافتن که 80% ازدیاد سرمایه شرکت ها ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های ثابت اوناست و نه از سرمایه گذاری دارایی های نقدی. یعنی به عبارت دیگر اگر شما در کشور ازدیاد سرمایه میبینید ناشی نیست عمدتاً از افزایش ارزش افزوده یا اون چیزی که الان گفتم دارایی های نقدی که مجدداً سرمایه گذاری شدن، بلکه ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های ثابتشونه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک شرکتی در سال 1390 بوده و میخواید داراییش رو 1391 بررسی کنید
میبینید بله دارایش افزایش پیدا کرده، نه به خاطر اینکه ارزش جدیدی لزوما خلق کرده، بلکه به این خاطر که مثلا اگر شما زمینی که اون شرکت به تملک در آورده رو اندازه‌گیری بکنید قیمتش رو در بازار، میبینید قیمتش افزایش پیدا کرده. یا اگر مثلا در واقع اون ابزارالات تولیدی که در کارخونه استفاده شده رو قیمت بازاریشون رو در 1391 به حساب بیارید، میبینید بیشتر از سال 1390 شده. به عبارت دیگر بیشتر ارزیابی مجدد دارایی هاست نه خلق ارزش جدید که توسعه اقتصادی در ایران رو توصیف میکنه. خب این فوق العاده مهم هست در کشوری که ما چند فاکتور رو باید در نظر بگیریم. در کشوری که ارزش پول ملی مرتباً کاهش پیدا کرده، شما هر چیزی رو که بتونه ارزش رو حفظ کنه، نظیر زمین، نظیر ملک، نظیر حتی اتومبیل، اتومبیلی که 2300000 کیلومتر مسافت رو طی کرده، قیمتش در بازار افزایش پیدا کرده نسبت به قیمت روز اول خریداریش. بنابراین این بخش عمده‌ای، همینطور طلا و به ویژه ارز. و اگر شما بر این به اصطلاح داده‌ای که الان خدمتون عرض کردم این رو هم بیافزایید که در کشور فرار سرمایه سالیانه ظرف این 44 سال متوسط بین 10 تا 20 میلیارد دلار بوده، در حالی که تشکیل سرمایه ناخالص استوار که از جمله به خاطر استهلاک منابع هستش صورت گرفته از 18.5 میلیارد دلار تجاوز نکرده. یعنی در مجموع ابعاد فرار سرمایه حتی بیش از جایگزینی سرمایه ثابت استوار بوده. منظورم یعنی چیه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید در اصفهان اگر هتل شاه عباسی هستش و قیمتش هم هی میره بالا به خاطر اینکه زمینی که مورد تصاحبش افزایش پیدا کرده و شهرتش به عنوان هتل داره ارزش هستش، ولی مثلا ترمیم نکرده نه اتاقاشو، نه دستگاه بهداشتیشو، نه سالن غذاخوریشو و نه سایر امور دیگه، ولی شما در اینجا به اصطلاح استهلاک این هتل رو دارید و برای بازسازیش باید سرمایه گذاری مجدد بکنید. این سرمایه گذاری مجدد به شدت در ایران نازل بوده و تقریبا میتونم بگم که در ظرف 10-15 سال اخیر چیزی معادل صفر بوده اگر نسبت به میزان استهلاک در نظر بگیریم. خب در اینجا بحث من به هیچ وجه این نیست که در کشور ایران ظرف این 44 سال هیچ تولیدی صورت نگرفته. آقای محمد مالجو اخیراً صحبتی در دانشگاه شیراز داشتن، ضمن که بخشی از عمده از حرفای من رو در واقع مورد تصدیق قرار دادن و دیگه امروز از نئولیبرالیسم برای توصیف اقتصاد ایران یاد نمی‌کنن بلکه از اسلام سیاسی یاد می‌کنن. در این حال لازم دونستن دوباره در حرفای من تحریفی بکنن. گفتن آقای وهابی مشکلشون این نیست که غارت رو نمی‌بینن در ایران، بلکه مشکلشون که تولید رو نمی‌بینن. خب این حرف نادرست و ناسوابی که باز همیشون بنده حرفایی نسبت دادم که هیچ وقت نگفتم. طبیعیه که در ایران تولیدم صورت گرفته. من در جاهای متعدد مثلا به سدسازی در ایران اشاره کردم. ما در ظرف این سالهای بخصوص بعد از جنگ 600 تا سد داشتیم، یعنی سالی 20 سد تولید کردیم، در حالی که در تمام دوره محمد رضای پهلوی در دوره پهلوی دوم مجموعاً 21 صد داشتیم که از این 21 صد 7 صد جدید و 14 صد قدیمی بود. یعنی 600 صد رو شما مقایسه کنید با 21 صد. پس در اینجا صد سازی شده، حتی در واقع اتوبان سازی، جاده سازی شده و امثال اینها. ولی حاصل امر اولا میزان در واقع بخور و ببرهایی که انجام شده، میزان عدم کارایی و انهدام هایی که با خود این ساختار به عمل آمده و در مجموع سرمایه‌ای که برای این تولیدات گذشته به مراتب کمتر بوده از سرمایه‌ای که از کشور خارج شده و ارزش اضافی که در کشور، ارزش افزوده‌ای که در کشور تولید نشده. بنابراین در یک کلام مشکل اصلی اقتصاد ایران عدم انباشته، نه انباشت. این نکته خیلی مهمه و من باید در این ارتباط بگم از خودمون سوال کنیم ریشه مشکل چیه. یعنی اگر شما بدونید که در یک کشور سرمایه‌داری که مختصه اصلی سرمایه‌داری توسعه اقتصادیه، رشد اقتصادیه، چه میشه که ما دی اکیومولیشن داریم، عدم انباش داریم،
سرمایه استوار ثابت به اندازه کافی نه تنها رشد پیدا نکرده بلکه در مجموع اقتصاد از جیب میخوره و این رو من اسمش رو گذاشتم توسعه پاتریمونیال. پاتریمونیال یعنی پاتریموان به جای اینکام، یعنی اون چه که مالکش هستید، دارایی هاتون و ارزیابی مجدد دارایی هاتون اساس توسعه‌تون محسوب میشه و نه میزان درآمد ایجاد شده سالیانه، ارزش افزوده جدید. این اقتصاد توسعه پاتریمونیال از جمله متکی هست به نفت، از جمله منابع طبیعی، از جمله همین که میان مثلا دماوند رو شروع میکنن خاکش رو صادر کردن به کشورهای خلیج فارس و یا از طریق سوریه و عراق به کشورهای دیگه هم اون رو صادر میکنن، اینها رو بهش میگن توسعه پاتریمونیال. توسعه‌ای که اساسش این نیست که ارزش افزوده‌ای در کشور شکل بگیره. خب مشکل اصلی چیه در اینجا؟ بسیاری اوقات گفتن سرمایه‌داری ایران غیر متعارفه. پاره اوقات گفتن که البته سرمایه‌داری ایران غیر متعارفه چون در واقع روبنای سیاسیش حکومت مذهبی هست و این اختلالات ایجاد میکنه. و من در پاره از مباحث دیدم که این مسئله که روحانیت در واقع مشکل ساز بوده به اشکال مختلف اومده. مثلا گفتن که اینها به تخصص بها نمیدن، به تقوا بها میدن. اینو یه بخشی از به اصطلاح جریان سلطنت هم به این خیلی تاکید داشته، متخصصی نیستن. یا قوانین بین المللی مثل فتف رو رعایت نمی کنن. اگر منشور مهسا رو شما نگاه کنید روی این خیلی تاکید به عمل اومده. و در میان به اصطلاح جریانات دیگه هم همینطور اشاره شده به مشکلی که در واقع اسلام ایجاد کرده، ولی این رو در حد روبنایی دیدم. از جمله اینا مثلا توی جریانات چپ هم شما اینو میبینید. فیلمثل من شما رو رجوع میدم به منشور آزادی رفاه برابری که در اردیبهشت 1402 در اومد و گفته که این روبنای سیاسی مورد این نظر این شخصیت ها و احزاب سیاسی میتونه سلطنت یا جمهوری دموکرات یا سکولار داشته باشه، ولی این در زیربنای اقتصادی که در هر حال سرمایه‌داری است تغییر ایجاد نمیکنه. و عبارت مهم این که آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه میدن تا سرمایه‌داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه دارن. سوال اونها در واقع این است: حکومت دینی نه سرمایه‌داری، سرمایه‌داری آن. خب ببینید در این تاریخ مسئله به اصطلاح حکومت دینی مسئله روبنایی در حد سیاست تلقی میشه و فهمیده نمیشه که این مسئله در سطح صرفا سیاست باقی نمونده، بلکه عمیقا اقتصاد رو تحت شعاع خودش قرار داده. و اگر بپرسید در اقتصاد ایران آیا مسئله سکولاریسم در ایران صرفا یک مسئله سیاسی قضاییه یا یک مسئله اقتصادی اجتماعیه، جواب این خواهد بود که مسئله سیاسی قضایی، در حالی که اصلا اینطور نیست. مسئله اقتصاد اسلامی یک امری است که به رگ و ریشه و تار و پود سرمایه‌داری ایران تنیده شده. ببینید اتفاقا مشکل در اینه که از یک طرف گفته میشه حکومت دینی، از یک طرف دیگه سرمایه‌داری، در حالی که مسئله اینه که چگونه اقتصاد اسلامی در متن یک نظام سرمایه‌داری که مال ایرانه که به ویژه در ارتباط با درآمد نفتی در بازار جهانی ادغام شده تاثیرگذار بوده. اگر شما نوع سرمایه‌داری که در کشورتون هست رو نفهمید، برنامه‌ای برای تحول اقتصادی نمیتونید بفهمید داشته باشید. و من ادعام اینه که متاسفانه نه در جریان راست و نه در جریان چپ ما بدیل اقتصادی نداریم. فکر میکنم تحقیقات ما، من در این حوزه به خصوص در حوزه رابطه سرمایه‌داری با مسئله حکومت اسلامی، برای اولین بار راهگشا هست که بهتر بفهمیم مشکل ما چی هست. اول از همه این که میگیم اقتصاد اسلامی چیه؟ آقای غنی نژاد که میگه اصلا اقتصاد ایران مشکلی نیست به خاطر ولایت مطلقه فقیه که اتفاقا دست حکومت رو برای هر نوع اصلاحی باز میگذاره، اگر مشکلی هست از نظام شورویه. حتی آقای مسعود درخشان که در واقع مدافع اقتصاد اسلامی است روشن نمیکنن اقتصاد اسلامی چیه. منشور مهسا رو شما در نظر بگیرید، آقای رضا پهلوی لام تا کام راجع به اقتصاد اسلامی صحبت نمی کنه و فقط از پایان دادن به انحصارات یاد می کنه
و از اینکه قواعد بین المللی یا فتح باید رعایت بشه. خب بنابراین این مشکل از چیه که در واقع اینجا هست؟ آقای امیر طاهری که میفرمایند اصلا مشکل در ارتباط با اسلام و احکام شیعه و غیره نیست و یه تعداد آخوندهایی که اون بالا هستن دارن میچاپند و میبرن. من حتی این اضافه میکنم، خانم یاسمین میزر از جریان چپ در واقع وقتی از اقتصاد اسلامی صحبت میکنه اصلا روشن است که اقتصاد اسلامی برای ایشون چی هست و گویا اقتصاد اسلامی یک چیزه و سرمایه‌داری یک چیزه و این دوتا هیچ ارتباطی با هم دیگه در این دوره نداشتن. جالبتر از همه آقای مالجوه که اگرچه این اخیراً برخلاف آقای صداقت پی برده که مسئله اصلی در اقتصاد ایران نئولیبرالیسم نیست بلکه اسلام سیاسیه که از اهمیته، از ایشون میپرسید اسلام سیاسی یعنی چی؟ ایشون میفرمایند که ایدئولوژی رو سعی میکنن به هر وسیله‌ای زور بیارن و این سبب به اصطلاح اتلاف منابع میشه. خب پاسخ من به همه اینا این نخه. دوستان عزیزان، شما یه نکته بسیار کلیدی رو از قلم انداختید و اون انفاله. انفال نحویه که در واقع مالیه عمومی در زیر حکومت امامیه، اسلام امامیه، شیعه سازمان پیدا کرده و متناظر با اصل ولایت فقیه. انفال یه چیزی نیست که در یه محدوده فقط باقی مونده باشه. انفال تمام اقتصاد ایران رو مثل سلولای سرطانی تحت تاثیر قرار داده، از جمله سیستم اوقاف رو. شما یک لحظه آستان قدس رضوی رو قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنید، ببینید چه تغییر فاحشی در نحوه عملکرد آستان قدس رضوی شده. سیستم بانکی که در ایران، بانک‌های اسلامی که تأسیس شدن، اقتصاد اسلامی و بانک‌های اسلامی، صندوق‌های قرض الحسنه رو قبل و بعد ببینید. سیستم تأمینات و خدمات اجتماعی در ایران رو به نام قسط اسلامی که در به اصطلاح به عنوان یکی از جواره و به اصطلاح عناصر اصلی سیستم انفال هستش رو مقایسه کنید در بنیاد مستضعفان، در ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان و ببینید چگونه سیستم تأمینات و خدمات اجتماعی رو در ایران تغییر داده. محیط زیست ایران رو ببینید چه تخریب‌هایی از این انفال و به عنوان ملک در واقع امام صورت گرفته. و من اضافه می‌کنم رابطه دستگاه نظامی با چگونگی انباشت سرمایه‌داری غیر نظامی رو نگاه کنید. انفال در تمام نسوج و به اصطلاح ارکان‌ها و دستگاه خونی سیستم کشور ما در واقع نفوذ پیدا کرده و جالب اینه که نه جریانات راست و نه جریانات چپ حاضر نیستند مسئله انفال رو جدی بگیرند و ببینند و رابطهش رو بگیشه با سرمایه‌داری در ایران مطالعه کنند. خب من منشأ مشکلات رو چه میدونم و بدون اینکه وارد تفصیل بیشتر بشم، به خاطری که این امر به طور مشخص در واقع در کتابم که از جانب علی حجت دوست نازنینم ارائه شد، در این دوره اخیر منتشر شده، در حدود 500 صفحه من به این پرداختم و شما میتونید به این نگاه کنید. در اینجا خیلی فشرده میگم که منشأ مشکلات در ایران سرمایه‌داری سیاسی اسلامی. خب یعنی چی؟ سرمایه‌داری کشور ما، و این رو من باید تکرار کنم، بسیاری اوقات بعضی از دوستان مثل اینکه متوجه نیستن که این از حرم من شمسه که در ایران سرمایه‌داری از زمان صفویه، سرمایه‌داری نوع تجاری آغاز شده و این ادعا پیدا کرده در دوره قاجاریه و در دوره پهلوی اول و در دوره پهلوی دوم، به ویژه از طریق ادغام ایران در بازار جهانی از طریق درآمدهای نفتی به تسلط رسیده و از مقطع اصلاحات ارضی با تسریع شده. در ایران سرمایه‌داری وجود داره چون بر کار مزدی و روابط کالایی پولی تولید در ایران مبتنیه. اما سرمایه‌داری ایران نه رقابتی نه بازار آزاد، بلکه نکته دوم سرمایه‌داری سیاسیه. سرمایه‌داری سیاسی یعنی چی؟ یعنی روش اخذ سود پولی یا اون چیزی که موسوم در کشور ما به عنوان رانت، عمدتاً از مجاری غیر بازاری بلاخص سیاسی منبعثه. و این البته سرمایه‌داری سیاسی در بسیاری از کشورها دوره‌ها وجود داشته، حتی در دوره پهلوی دوم و در پهلوی اول هم به اشکالی وجود داشته، ولی در ایران حاضر در ظرف این 44 سال نوع خاصی از اون هست که این چیه؟ این سرمایه‌داری سیاسی اسلامیه، چون بر انفال متکیه
که سلب مالکیت یا غارت اموال عمومی و دولتی توسط ولی فقیه و مؤتلفانش به ویژه سپاه و بسیج و در واقع جمعیت مؤتلفه اسلامی که بخش از بازاریان هستند صورت میگیره. ویژگی غارت این دوره چه است؟ غارت این دوره، غارت در کشورهای مختلف صورت گرفته، ولی غارت اسلامی ویژگیش اینه که مانعیه در راه تولید و انباشت. حالا اینکه لزوماً غارت با تولید مباینت نداره، در دوره پهلوی دوم هم ما غارت داشتیم. کافی هستش که به اندیس جینی در سال 1954 بعد از شوک نفتی نگاه کنیم. 55% که یکی از بالاترین اندیس های جینی نابرابری اقتصادی هستش در سطح به اصطلاح کشور ما، در طول تاریخ کشور ما. خب علت اصلی چیه که ما در دوره جمهوری اسلامی دارای اون نوع به اصطلاح غارتی هستیم که با تولید در تعارض قرار می‌گیره؟ به گمار من ساختار اولیگارشیک یا هیئتی ناشی از انفاله. منظورم از اولیگارشی دو چیزه، یکی این که دارایی ها در دست اولیگارش ها که خاندان های مختلف هم حداد آلد، لاریجانی، رفسنجانی، قالیباف، خامنه ای، خمینی و همچنین بازاریان وابسته و تکنوکرات ها و بروکرات ها، روحانیون هست. در اینجا دو ویژگی داره، یکی این که دارایی به عنوان یکی از منابع اقتدار و تحکیم قدرت به حساب میاد و نه عامل اقتصادی، نه عامل به اصطلاح حد اکثر رساندن سود. بنابراین این دارایی، دارای استفاده از دارایی ها به ویژه از زاویه عقلانیت سیاسی مهمه، نه عقلانیت اقتصادی. مثلا بسیاری از شرکت های وابسته به بنیاد در واقع تعاون هست، یا بسیاری از شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان هست که این شرکت ها ضرردن، هیچ سودی ندارن، زیانده هستن، ولی برای اینکه یه عده نونخور داشته باشن که اینا مدیران اون شرکت هستن و بتونن وام به نام اون شرکت ها اخذ بکنن و یا زمین اون شرکت ها رو در تملک داشته باشن که قیمتش بالا میره، این بنگاه ها بر سر پای خودشون ایستادن. در اینجا رأی‌کشی، یارگیری و استفاده از دارایی به عنوان اهرم اقتدار ارجحیت داره بر اینکه دارایی از زاویه به اصطلاح سودبری بنگاه مد نظر باشه. دومین فاکتور اون چیزی است که در اقتصاد ما بهش میگیم غارتگر سیار و نه غارتگر مستقل. غارتگر سیار غارتگری است که مثل دزد دریایی و اموال رو غارت میکنه و نمیخواد که در واقع اونجا رو با توجه به افزایش درآمد مالیات ستانی بکنه. نوع غارتی که بر مبنای منطق استفاده از دارایی به منظور حفظ قدرت سیاسی صورت میگیره از نوع غارتگر سیاره و نه غارتگر مستقل. خب اگر مشکل این هست، باید با این مشکل چه روبرو بکنیم؟ برای این مشکل ما نیازمند انقلاب. چرا انقلاب؟ برای اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اصل امامت به گمان من در بر دو پایه استواره. پایه سیاسیش انحصار قدرت سیاسی است در دست امام و در غیاب او ولی فقیه، و در حوزه اقتصادی انحصار مالکیت اموال عمومی بدون مالک در دست امامه. یعنی در واقع متناظر با اصل ولایت فقیه شما اصل انفال رو دارید. پایان دادن به رژیم به حکومت ولایت فقیه و انفال دارای تبعات اساسی سیاسی و اقتصادیه. برای این کار اول از همه مسئله مالکیت انفال رو باید نگاه بکنیم و بعد شیوه اختصاص منابع رو. بنابراین من اینجا وارد بخش دوم صحبتم میشم. انفال اهمیتش رو از سه زاویه و سه تغییر باید در نظر گرفت. نکته اول، و این اگر شما همه برنامه های اقتصادی که تاکنون چه از چپ و چه از راست منتشر شده ببینید، لام تا کام در مورد این که بودجه عمومی کشور یا خزانه عمومی کشور، چیزی که در واژه بهش میگن پابلیک تریژری، چگونه باید اداره بشه و چگونه هست، لام تا کام حرف نمیزنن. اولین اقدامی که باید صورت بگیره برای خروج از انفال تجدید ساختار مالیه عمومی است و معنای این اینه که بیت امام به طور کلی باید اموالی ثبت بشه، مصادره بشه و در خزانه عمومی بخشن ادغام بشه. واقعیت هم اینه که
این به نام انفال آغاز میشه این بیت ما، ولی به انفال فقط محدود نموندن، یعنی اموال عمومی فقط اون اموالی نیستن که در دست بیت امامه، بسیاری از کارخانجات رو بنیاد مستضعفان و جانبازان یا هیئت‌های ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام گرفتن که این در خارج از پابلیک تریژری قرار میگیره، ولی بخش مهمی از منابع هستن. بنابراین اولین نکته حائز اهمیت تجدید ساختار مالی عمومی است و این ربط پیدا میکنه به مسئله کنترل تورم. اولین نکته‌ای که همراه با تجدید ساختار مالی عمومی یا پابلیک تریژری باید صورت بگیره نه فقط کنترل نقدینگی بلکه کنترل بودجه است. به عبارت دیگر این غارت اموال دولتی و اموال عمومی توسط نهاد ولایت فقیه سبب شده که نقدینگی افزایش پیدا بکنه بدون اینکه کنترل بودجه صورت بگیره. این یکی از فاکتورهای اصلی مزمن بودن مسئله تورم در ایران. بنابراین اولین چیزی که من پیشنهاد میکنم تجدید سازمان دادن بودجه عمومی و در واقع خزانه داری ملی هستش و کنترل تورم از طریق کنترل بودجه هستش. دومین نکته مسئله شفاف سازی کنترل و حساب رسیه. همونطوری که میدونید نهادهای ولایی در ایران به هیچ کس جز ولی فقیه پاسخگو نیستن و البته به ولی فقیه هم باید قراره که به بیت ما سال یک بار گزارش بدن و به خود خوب میتونید بفهمید که گزارش حتی یک بار سالیانه به بیت رهبری مشکلی رو روشن نمیکنه، حل نمیکنه. مسئله اصلی اینه که ولی فقیه این امکان رو پیدا میکنه که از طریق این به اصطلاح بخش ولایی یک سری نونخورها و ابدالی های خودش رو، کوچک ابدال های خودش رو درست کنه، اولیگارش های خودش رو درست کنه و به شیوهی که من از کلمه اولیگارش استفاده می کنم که برای به اصطلاح غرب آشناست، ولی بهتر بگم به شیوه هیئتی اداره می کنه. هیئتی اینه که شما وقتی که یک کارخونه ای رو به نام بنیاد به یکی سپردید دیگه در اون شرکت چه اتفاق می افته کی میتونه بفهمه؟ بسیار بسیار مشکل و سخت هستش و بنابراین بخور و ببر صورت میگیره، همونطوری که شما در مورد آقای رفیق دوست این رو میبینید، این رو در مورد تقریبا همه عمرای سپاه یا همه کسانی که به عنوان معتمدین امام در جای مختلف قرار دادن داریم. بنابراین مسئله اصلی اینه که این نهادها از نظارت حتی مجلس شورای اسلامی و دستگاه دولتی کاملا به دور هستند. مسئله اینه که در این بنگاه ها چه بنگاه های سوده هستند، چه بنگاه های زیانده هستند، حساب ها باید گشوده بشه و حساب ها بر روی کی گشوده بشه؟ همه کسانی که در اشتغال این به اصطلاح نهادها هستند و بتونند از جانب مجموعه نهادهای مردمی، شهروندی و کارگران و کارکنان این حساب ها و دفاترشون گشوده بشه، بررسی بشه، شفاف سازی بشه. اولا ما بفهمیم چقدر اموال در دست در واقع این بنیادهای ولایی هست و بر مبنای اون یک سیاهی از مجموعه دارایی ها و چگونگی عملکرد اینا رو داشته باشه. به این معنا تمامی این دارایی ها باید مقدمتا زیر نظارت یک دستگاه دولتی که از طریق کنترل مردمی و شفاف سازی صورت میگیره انجام بشه. بنابراین این نکته تا بعدن روشن میشه که چه بخشایشون باید به چه قسمت هایی بره. سومین نکته ای که من در همین بند میخوام خدمتون عرض بکنم در ارتباط با انفال اینه که انفال نوعی از مالکیته که نه دولتی است، چون به شخص امام تعلق داره، به قول خودشون به همه مسلمین هم تعلق نداره، نه خصوصی است به خاطر اینکه مالکیت خصوصی اتفاقا در معرض تهدید انفال قرار میگیره. بسیاری از اموال رو انفال میتونه مصادره کنه، هر کسی مالی داره حتی اگر مالش به قول اسلامی خمس و زکات داده باشه و مشروع باشه، از یه حد بیشتر این اموال باشه میتونه متصرف بشه. این به ویژه مثلا مهمه در مورد اون چیزی که ما بهش میگیم بنگاه‌های خصوصی در حوزه اقتصاد دانش بنیاد که در بخش خدمات مدرنه و در ایران هم هست. از یه حدی هر کدوم اینا سرمایه‌شون افزایش پیدا کنه، موقعیتی پیدا بکنن، به راحتی میتونن در واقع مورد مصادره قرار بگیرن. بنابراین با مالکیت خصوصی و تضمینش هم
در تعارض هست و طبعاً و به ویژه با مالکیت کمونال در تعارضه. کمونال اون نوع مالکیت هموایی، جمعی، مشاع هستش که مردم میتونن بر دارایی ها اموال عمومی خودشون مثل نگهدار، مثل نحوه استفاده از آب در کشور، مثل نحوه اداری کوها، مثل مرداب ها، نیزار ها و خیلی چیزهای دیگه استفاده کنن. خب در اینجا حرف اصلی من چیه؟ حرف اصلی من اینه که و اینجاست که من روی برنامه چپ تاکید دارم. انفال یک شیوه اداری مالکیت اموال عمومی است که مالک ندارن توسط شخص امام. این به نظر من باید در حاکمیت مردم قرار بگیره و معناش اینه که انفال اساسا باید تبدیل بشه به مالکیت کمونال عمومی. این به این معنا نیست که هر چیزی که به نام انفال بعداً متصرف شدن هم باید به صورت کمونال اداره بشه و کشور یک باره میتونه وارد سوسیالیست بشه، نه، ولی قدم انتقالی است که باید مجموعی از اموال عمومی، از جمله آبها، از جمله محیط زیست، از جمله جنگلها، بیشه‌زارها و تمامی منابع طبیعی ایران باید به صورت مشا، به صورت جمعی در واقع اداره بشه. در مورد خصوصی شدن و دولتی شدن طبیعتاً باید بخشی از اقتصاد ایران هم خصوصی بشه و طبیعتاً بخشی باید دولتی بشه و از این حالت انفال خارج بشه. ولی اساس چیزی که من مد نظر دارم در اقتصاد ایران عبارت استش از مسئله اداری کمونا. و البته در اینجا من یک نکته رو عمومی ترم میگم، به لحاظ مطالعه اقتصاد جهانی هم با اهمیت یافتن اقتصاد دانش بنیان، با اهمیت یافتن سرمایه غیر ملموس intangible capital که reputation باشه، شهرت باشه، اشتهار باشه، انقلاب اطلاعاتی باشه، مالکیت خصوصی در حوزه انقلاب اطلاعاتی دارای نواقص و محدودیت‌های فراوانیه و می‌طلبه به اشکال مختلف اداره کمونال منابع رو. و من روی این نکته تاکید دارم که باید در برنامه چپ جای ویژه‌ای رو پیدا بکنه. علاوه بر این نکاتی که در مورد ملی شدن انفال گفتم، باید خلعیت از مؤتلفین انفال رو مد نظر قرار بدم. منظورم از مؤتلفین انفال چیه؟ همونطوری که پیشتر خدمتون عرض کردم، انفال مثل یک به اصطلاح سرطان تمام سلول‌های اقتصادی ایران رو تحت تأثیر قرار داده. این سلول‌ها چه غدد لنفاوی باشن مثل لیپتیک بلکه در سرطان هست، چه خون باشه سیستم بلاد که در اقتصاد این رو بانک‌ها هستن تأثیر داره. در سه حوزه به ویژه باید مؤتلفین انفال رو ما مورد بررسی قرار بدیم. اول تأمینات اجتماعی. همونطوری که میدونید حاصل این سیستم انفال یکی قسط اسلامیه که شما بنیاد شهدا رو دارید، بنیاد مستضعفان رو دارید، بنیاد 15 خرداد رو دارید، کمیته امداد رو دارید که این چیکار کرده؟ که این به قول آقای اروند ابراهیمیان دولت‌های رفاه اسلامی کوچک ایجاد کرده، یا به قول آقای کیوان حریص دولت رفاه شهدا. ولی این به هیچ وجه نه دولت رفاه کوچولوست نه دولت رفاه شهداست. این در واقع خارج کردن دستگاه دولتی از اداره متمرکز در واقع خدمات و تامینات اجتماعی، تبدیل کردن شستا به یک بنگاه ورشکسته است و آوردن اینها زیر نظر دستگاه ولایی است برای جلوگیری از انقلاب اجتماعی که در ایران وجود داشت. اتفاقا در واقع مکمل بازوی کورپراتیسم اسلامی، شوراهای اسلامی، انجمنهای اسلامی برای اینکه بتونن در این کشور جلوی جنبش کارگری مستقل رو بگیرن، اتحادیه ها و سازمان های دیگر بگیرن، آمدن یک چنین دستگاهی رو ایجاد کردن که این دستگاه در واقع تمام سیستم حرکت جنبش کارگری رو متوقف بکنه. اون چه که مد نظر من هست اینه که ما باید به ویژه، و این عنصر در برنامه چپ به نظرم باید جای خاصی رو باز بکنه، مسئله کنترل خود شهروندان هست بر تأمینات اجتماعی از جانب مزد و حقوق بگیران. ما به جای سیستم ویلفر استیت که در واقع به عنوان الگو در سطح بین المللی از جانب سوسیال دموکراسی تعریف شده، باید از سیتیزن ویلفر، از یک نوع تأمینات و خدمات اجتماعی که توسط خود کارگران و مزد بگیران اداره بشه در واقع
پشتیبانی بکنیم و به این سازمان بدیم. اگر ما میخواییم نهادهای مدنی نیرومند و مستقلی داشته باشیم، این نهادهای مدنی نیرومند باید روی یک رشته عملکردها، یک رشته فونکسیونهای اجتماعی نقش اصلی ایفا کنه. یکی از الگوهای بسیار خوبش فرانسه است که در واقع یک سیستم تأمینات اجتماعی کنترل شده و اداره شده به وسیله مزد حقوق بگیران داشت که 30 سال دولت با اون جنگید تا بتونه کنترل اونو به دست بگیره. بنابراین پیشنهادی که من دارم در این زمینه اینه که به جای اینکه بخش خصوصی از طریق میوچوال فاند، اون چیزی که موسوم هستن به اداره خصوصی بیمه های بازنشستگی، و یا دولتی که بعداً تبدیل شدن با غروزشون به اصطلاح کنتراتچی های بخش خصوصی، سیستم به وسیله خود مزد حقوق بگیران اداره بشه. دوم، نظام بانکی ورشکست است که باید این سیستم موازی مالی که ایجاد کرده، یکی اقتصاد اسلامی است با بانک های اسلامی که بانک مرکزی خودشون دارن و این بانک مرکزی اقتصاد اسلامی شونه، که به ویژه دستگاه های انتظامی، نظامی و بسیج نقش اصلی رو دارن، باید این سیستم موازی برچیده بشه، یک بانک مرکزی ایجاد بشه و دست تمامی نهادهای انتظامی، نظامی، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، از بخش ارتش در واقع از بخش بانک ها کوتاه بشه. و سومین نکته که در همین زمینه مؤتلفین هست، مداخله سپاه در اقتصاد، که باید در واقع هرچه منابع نفتی و بهره برداری از منابع طبیعی از صنایع استراتژیک. من یک دنیا معذرت میخوام، فقط از این نظر که وقت دستت باشه حدود 40 دقیقه تا اینجا صحبت کردی. خیلی ممنون. کاملا در جریان هستم علی جان، چون برام الان گرفتم تایمینگ گرفتم دارم صحبت. بسیار. بنابراین این نکته اصلی هستش که خدمتتون می‌خواستم عرض کنم، مداخله سپاه و ارتش در اقتصاد باید ممنوع بشه، همینطور بهره برداری نفت و منابع نفتی و صنایع استراتژیک نظیر مخابره. دومین حوزه‌ای که باید بهش اشاره کنم، تغییر شیوه هماهنگی در ایران. شیوه هماهنگی در ایران اختصاص منابع نه توسط بازار امروز در ایران انجام میشه، نه توسط دولت. دولت اولا تبدیل شده به یک دستگاه مغروز بسیار متورم، از هر به اصطلاح 6 نفر ایرانی 1 نفر کارمند دولته. اون چه که ما بهش نیاز داریم، اولا حکومت قانونه که افرادی که در دولت قرار میگیرن صاحب اختیار بشن، نه دولت بی اختیار. بالعکس، دستگاه اداری کوچک باید بشه دستگاه اداری دولت، این نهادهای موازی از بین برن، دستگاه دولتی کوچکتر، متمرکزتر و کاراتر بشه. البته در زمینه کارایی 100% درسته که تخصص باید باها به اصطلاح این تقوا فائق باشه. در مورد بازار هم همینطور، اون چی که ما امروز داریم بازارهای سیاسی هست با هزینه های تراکنشی بسیار زیاد. بازار وابسته است به نهادهای ولایی و دولتی و سیستم چند ارزی و مجوزهای متعدد. حتی بورس کشور در واقع بورس دولت ساخت است. باید بازارهای سیاسی به بازارهای رقابتی تبدیل بشن و همینطور بازار بورس کشور به یک بازار بورس واقعی تبدیل بشه. خب اون چه که برای من در اینجا مهمه اینه که بحرانی که وجود داره هم در بخش دولت هم در بخش دستگاه و بازار، این دوتا به وسیله نهادهای موازی شکل گرفته که جلوی خودمدیریتی و مشارکت در مدیریت رو از جانب شهروندان و مزد حقوق بگیران گرفته. در 3 حوزه لازمه که این مشارکت سازمان داده بشه. یکی همین که خدمتون گفتم، سازمان بیمه ها و تأمینات اجتماعی یا صندوق بازنشستگی به وسیله خود مزد حقوق بگیران باید اداره بشه. دوم، در سطح مذاکرات جمعی در سطح کشور برای تعیین دستمزدها، قانون کار و شرایط کار. و سوم، در بنگاه‌های مختلف کار باید مدیریت مشترک یا در واقع پوژسیون در منیجمنت صورت بگیره، مشارکت در مدیریت به وسیله کارگران صحبت بگیره. و درآمد نفت به جای اینکه در واقع صرف هزینه‌های جاری دولت، دستگاه متورم دولتی بشه، باید تماماً در خدمت خدمات اجتماعی قرار بگیره، تأمینات و خدمات اجتماعی قرار بگیره، اونطور که در نروژ بوده، و نه اینکه وسیله هزینه بودجه جاری بشه و باید به یک صندوق بشه.
اقتصاد بدون نفت باید باشه. خب اینجا میرسم به الگوی بدیل رشد اقتصادی. من مشکل رو اول خدمتتون عرض کردم، پاتریمونیال. مشکل پاتریمونیال رو وقتی میگیم چگونه باید ازش خارج شد؟ مشکل اینه که در ایران مسئله اصلی استثمار در کارخونه نیست. این استثمار یا استحصال ارزش اضافی در سطح کشوری و سیاسی صورت میگیره. تولید و سود صنعتی مبنا نیست، بلکه اخذ رانته. نقش اصلی رو در به اصطلاح انباشت دستمزد بازی نمیکنه، انباشت دلار بازی میکنه و منابع عمومی. و در اینجا ما از یک سو شاهد فقارت کارگران هستیم، یعنی 31% از مزد حقوق بگیران در کشور ما معادل محاسبات نشریه اکونومیست معادل 3 دلار دارن و بیش از نیمی از کارگران پیمانی هستن. مثلا از 205,000 کارگر پتروشیمی نصفشون اینجوری هستن. بنابراین ما در اقتصاد دو منبع برای رشد داریم. یکیش مصرفه که اقتصاد کینزگرا روش تأکید داشته. در اقتصاد کینزگرا مصرف نقش مهم داره، در حالی که در کشور ما به دلیل فقارت عمومی از این منبع رشد ما محرومیم که بتونیم با رشد به خصوص کارگران غیر متخصص میزان تقاضای مؤثر افزایش بدیم. دومین منبعی که ما در واقع ازش محروم شدیم فرار سرمایه است، و این فرار سرمایه اینه که بخشی از پسنداز ما هم در واقع از کشور خارج میشه، همونطوری که جوانان و متخصصین خارج میشن. ما رشد ما باید از دو عنصر بهره‌مند بشه. یک، افزایش حضور پسنداز در داخل کشور، جلب سرمایه خارجی و جلب و حفظ نیروی کار جوانان که اینا میتونن به ویژه در حوزه اقتصاد دانش بنیاد شکل بگیرن که ما از متخصصینمون استفاده کنیم. و اقتصاد منطقه ما در ایرانش احتیاج نیست بر مبنای نیروی کار ارزان باشه، بالعکس اقتصاد ایران میتونه از نیروی متخصص متحرکش به خوبی استفاده بکنه برای تمام کشورهای خلیج و تمام کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده جمهوری شوروی. و ما باید یک ترکیبی داشته باشیم از افزایش پسنداز داخلی و افزایش مصرف توده‌ای. مصرف توده‌ای به ویژه برای کارگران غیر متخصص و در واقع افزایش پسنداز برای براه اندازی اقتصاد دانش بنیاد، توریست و جهانگردی، جلوگیری از فرار مغزها و اشتغال نیروی متخصص و ماهر در ایران برای اینکه دوباره بتونه اساس رشد بر مبنای ارزش افزوده باشه و نه سیستم پاتریمونیال. این نتیجه گیری کلی من هست. نتیجه گیری کلی من اینه که با مثلا پایان دادن به تحریم ها و رفع سوء مدیریت مشکل اقتصاد ایران حل نمیشه. با حفظ ولایت مطلقه فقیه و انفال با به نام بازار، اولا بازار توسعه پیدا نمیکنه جز بازار سیاسی و هیچ مشکلی حل نمیشه. ما نیازمند یک انقلاب و یک ترانسفورماسیون هستیم که به مدت زمان زیادی هم نیاز داره و اساسش از بین بردن ولایت فقیه و پایان دادن به شکل مالکیت اصلیش انفال و نهادهای موازی هست که از اینها منبعث هستند. این نیازمند یک انقلاب اجتماعی واقعی است که کشور ما با اون میتونه از این سیستم توسعه پاتریمونیال خلاصی پیدا کنه. ممنونم از توجه. خیلی ممنون. متشکرم مهرداد عزیز. اولا دوستان اگر کسی مایل باشه چه سوالش رو شفاهی مطرح کنه، ما میتونیم امکان رو فراهم بکنیم، منتها ترجیح ما اینه که بنویسید یا به فارسی یا به انگلیسی. البته کسی فرانسه هم میدونه میتونه بنویسه، مرداد خودش استاد دانشگاه فرانسوی در پاریس هستش. منتها تا اونجا که به ما مربوط میشه ما ترجیحمونه که بنویسیم. ولی یک دوستی مایل بود سوالش شفاهی مطرح کنه میتونه این کار رو بکنه. دو تا شرط داره. یک، اولا راجع به موضوع باید صحبت بشه. دوم، نام بردن اسم افراد مطلقا ممنوعه. توجه میکنید که مثلا من در فلان جلسه با فلان کسی همچی صحبتی داشتم، اینها رو اینجا نباید، به موضوع بپردازید. یا همجد این هستش. من با اجازه مهرداد یک سوال میخواستم بکنم. البته اشاره کردی به این منشورها و پیمان نامه ها و اینایی که آمده.
میتونی به طور موجز مختصر یه برخورد مجددی بکنی به این سه تا پیمان خیلی مهمه که تو هم بهش اشاره کردی؟ یکی پیمان مهسا که مال رضا پهلوی سابق، چون که دیگه اون تو نیستش، و کسایی که توش موندن در واقع آقای مهتدی هستش، خانم شیرین عبادی و مسیح علی نژاد. اینها چجوری به مسئله اقتصاد برخورد میکنن؟ یه اشاره کردی که خیلی عام و کلی. تفاوت این با اون بیست تشکل توی ایران که یه مقدار موضع چپ رو داره، و یه چیز سومی که آمد خیلی به نظر من رادیکال بود، چجوری باید پیادش کرد نمیدونم، اینه یه مقداریم شما مورد چیز مثلا حدودن اگه بین 5 تا 10 دقیقه بتونی روی این را سوارت کنی خیلی عالی میشه. بسیار خوب علی جان. من اول از منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی موسوم به منشور مهسا اشاره میکنم. شما منشور مهسا رو ببینید، ببینید تماما متوجه در واقع اساس صحبتش تا اونجایی که به بند اقتصادی برمیگرده، از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بین المللی بانکی و مبادلات پولی است که میره تا فتف که در واقع نظارت بانک‌ها و شفافیته. این تمام برنامه اقتصادی که تحت عنوان شفافیت اقتصادی و رفاه آمده. دقت بکنید در اونجا لام تا کام نه در مورد نهادهای ولایی صحبت میشه، نه در مورد مثلا قرارگاه خاتم صحبت میشه که متعلق به سپاهه، نه بنیاد مستضعفان هست، نه ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام هست، نه آستان قدس، آستان تولیت قدس رضوی هست. فقط اهمیت مسائل بین المللی که در ارتباط قرار میگیره با همین رفع تحریم ها و شفافیت سیستم بانکی. خب گرفتاری این چی هست؟ گرفتاری اینه که شما نمیتونید ببینید که جریانی که موسوم هست به سلطنت واقعا آیا قصدش به اصطلاح پایان دادن به غارت یا سهیم شدن در غارت، یا به عبارت دیگر آیا در واقع علت این سکوت در مورد دارایی های اقتصادی سپاه در برنامه یا دارایی های دیگر امام به اصطلاح ولی فقیه، این سکوت برای چیه؟ چرا از کلمه انحصارات به طور کلی صحبت میشه و همش به ابعاد خارجی قصه پرداخته میشه؟ بسیار از تحریم سپاه گفته میشه، بسیار عالی، ولی برنامه اقتصادی شما برای این نهادها چیه؟ من در بسیاری از صحبتهایی که از جانب آقایونی که وابسته به این هستن و خانومهایی که وابسته به این هستن مشاهده کردم، میگم آمدانه مثل اینکه یه جوری این مسئله اینی که ما در واقع باید با تهدید انقلاب، نه یک انقلاب، به هدف اهدافمون برسیم و بخشی از حاکمیت رو جلب کنیم، سپاه رو خونسا کنیم، معناش اینه که امتیازات اقتصادیشون رو به حال خودشون بگذاریم و البته خب ما هم امتیازاتی خواهیم گرفت. برنامه مهسا مهمترین ویژگیش به نظرم اینه، با مسکوت گذاشتن مبانی غارت معلوم نیست که قصه پایان دادن به غارت اسلامی است یا سهیم شدن هست در غارت. اما در مورد منشور آزادی، رفاه، برابری که علی جان تو به عنوان رادیکال ازش یاد کردی، واقعیت هم اینه که شما هیچ چیز رو نمیبینید که در مورد بعد اقتصادی و اجتماعی حکومت مذهبی صحبت بشه. حتی اونا خیلی صریح در واقع صحبت میکنن که میتواند سرمایه‌داری باشد، حکومت مذهبی از بین برود، و معناش اینه که ما دعوامون الغای کار مزدی است. و این خب خیلی جالب هست در یک کشوری که این همه نهادهای متعدد اخص راند وجود داره و استحصال ارزش اضافی در کارخانه نیست، در سطح سیاسی اتفاقا داره صورت میگیره. راجب مهمترین شکل اخص ارزش اضافی که توسط نهادهای سیاسی و از طریق کانالهای سیاسی لام تا کام این برنامه حرفی برای گفتن نداره. چرا؟ برای اینکه اساسا این تقسیم روبنا زیربنا رو کرده، زیربنا شده سرمایه‌داری، روبنا شده حکومت مذهبی. گویا نه سرمایه‌داری در این حکومت مذهبی نقشی داره، نه حکومت مذهبی در شیوه و اشکال انباشت سرمایه نقشی داشته. اما دسته سوم،
اون دسته‌ای که موسوم به زن، زندگی، آزادی، منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران، 20 تشکل صنفی و مدنی. باید عرض کنم خدمتون که این بنده حقیر این رو امضا کردم، ولی نه به خاطر برنامه اقتصادی و روشنایی که در برنامه اقتصادی این تشکل وجود داشته، بلکه به خاطر اینکه این ابتکار رو با ارزش دیدم که نهادهای صنفی و مدنی ایران حرفی برای گفتن دارن و میخوان حرفی بزنن، هرچند که این حرف نواقصی داشته باشه. در اونجا بند 9 میگه مصادره اموال همه اشخاص حقیقی، حقوقی، نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما بردن. خب این من اگر این جمله رو شما دقت بکنید، اولا که اموال بخش دولتی رو چگونه دولت قرار مصادره کنه؟ فرض بر چیه؟ شما بیرون دولت هستید در این مطالبات حداقلی، چی قرار مصادره کنه؟ اگر قرار اموال دولتی مصادره بشه، مگه غیر از دولت قرار اموال دولت رو مصادره کنه؟ یک. دوم این که چگونه بخش خصوصی، دولتی، شبه دولتی، همه اینا به هر حال غارت دارن میکنن دیگه. غارت که چیز به اصطلاح خاص یکی از اینا نیستش که. سوال اینه که همه اینا باید در واقع مصادره بشن. بنابراین شما یه دستگاه دولتی عظیمی خواهید داشت که تمام از دولت امروزی هم گنده تر در واقع قرار شکل بگیره که به اصطلاح ایجاد بشه. سوسیالیسم دولتی و بوروکراتیک میخواید ایجاد کنید. بنابراین ناروشن هست مفهوم غارت در این عبارت، برای اینکه شاید میخواستند از آوردن نهادهای ولایی اجتناب بکنند، ولی وقتی که به این شکل آورده شده، نه مفهوم غارت روشنه، نه مفهوم مصادره روشنه، نه نوع اداری مالکیت مشخصه. و باز هم همین گرفتاری، معلوم نیست که ما در حوزه اقتصادی با چه مشکلی روبرو هستیم. اینا ملاحظات خیلی فشرده من بود علی جان بر این سه منشوری که اسپورت. من تمام کردم. بله، خیلی خیلی متشکرم مرداد عزیز. من یه گزارش مختصر بدم وضع سوالات چجوریه تا بعد به روند بعدیش برسیم. اول یه سوالی هستش که آقای خانم مهران مطرح کردند، به احتمال زیاد آقا. بعد خانم سیما که سلام رسوندن، از شما تشکر کردن در مورد سخنرانیتون و بعد دوتا سوال کردن، و بالاخره نفر سوم خانم سرور علی محمدی مایل هستن خودشون سوال کنن که ما میکروفون و ویدیویشون رو باز میکنیم که خودشون شفاهن این مسئله رو مطرح کنن. و اما از سوال آقای مهران، البته شما اگه بخواید در قسمت question and answer این نوشته شده، ولی من اینو میخونم برای کسانی که خارج از زوم دارن این برنامه رو دنبال میکنن. با تشکر از صحبتهای خوب شما درباره سرمایه‌داری سیاسی اسلامی و گستردگی سرطانی در همه ارکان اقتصاد ایران، اگر دولتی سکولار سر کار بیاید که بخواهد این رو تغییر بده کار عظیمی است. به نظرم نه فقط دستگاه حکومت، بلکه توسط خود شهروندانی که از این سیستم حقوق میگیرند و درآمد دارند هم مقاومت صورت میگیره. در زمان گذار چطور میشه این تغییرات رو در سطح وسیع روبنا و زیربنای اقتصادی به عمل درآورد؟ و این چقدر زمان میبرد؟ چون زمان طولانی باعث مقاومت وسیع مردم خواهد شد. میخواین این سوال جواب بدید بعد میریم حتما. به نظرم سوال مهران بسیار سوال پخته ای است. به همین دلیل باید سکانس بندی بشه، دوره بندی بشه اصلاحات، و به همین دلیل من قدم به قدم جلو میومدم. ببینید، یک سری از این اصلاحات رو میشه ضربتاً دفعتاً انجام داد. بعضی از این اصلاحات به زمانی بین 5 تا 10 سال احتیاج دارن، بعضی از این اصلاحات از 10 سال هم بیشتر وقت میگیرن. به هیچ وجه من بر این باور نیستم که ترانسفورماسیون اقتصادی در ایران یک برنامه یک ساله یا چند ماه است. ترانسفورماسیون اقتصادی در ایران باید لااقل 2 دهه براش برنامه داشت. اولین جایی که به گمان من باید آغاز بشه، تمام اقدامات از اون سرچشمه میگیره، عبارت هستش
از مسئله سازمان دادن مجدد بودجه عمومی، خزانه داری عمومی و روشن کردن جای بیت امام. این چیزی است که باید در همون فردای انقلاب با بیت امام آغاز بشه و سازمان دادن در واقع بودجه عمومی، پایان دادن به نهادهای موازی اولین اقدامی که باید انجام بگیره، و دو در کنارش باید نهادهای مدنی رو بهشون امکان حسابرسی و کنترل و چگونگی دوباره تعریف کردن مالکیت اون بخش قرار داد که به انفال موسومه. و باید گفتش که درست بخش خدمات دولتی و کارمندان دولتی کم میشه، اینو یه دی از نون خوردن میفتن، ولی نون خوردنهای جدیدی ایجاد خواهد شد، یعنی منابع جدیدی از درآمد ایجاد میشه. اولا بخش مهمی از بنگاه ها رو خود به اصطلاح در بخش خصوصی باید اداره کنه، بخش دیگه ای رو از بنگاه ها رو خود در واقع به اصطلاح خدمات عمومی باید اداره کنه، و مهمه که ما در سطح کشوری در واقع یک بخشایی رو شهرداری ها امروز در واقع یکی از عوامل غارت هست، یکی از مهمترین مسائل ما باید ایجاد کمونهای شهری باشه، یعنی خودمختاری شهروندان در اداره بسیاری از اموال در سطح شهرداری ها و مالکیت منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه، و نیز باید برای این افزوده بشه که چگونگی تعیین و تصمیم گیری در مورد اداره بخش به اصطلاح بخش مردمی یا بخش در واقع تعاونی هم یکی از فاکتورهایی هستش که باید این امکان داده بشه، اگر در واقع بانک ها بتونن از فعالیت سپاه خارج بشن. تمام منابعی که قبلا به لحاظ اقتصادی حوزه نظامی در دست سپاه بوده باید از سپاه خارج بشه و بخش مدنی سپرده بشه. این رو میشه زمان بندی کرد که به موازات خلعیت از بیت امام و به موازات خروج سرمایه ها از بخش نظامی بخش مدنی توسعه پیدا بکنه، و با افزایش میزان مشارکت خودمختاری نهادهای مدنی و به اصطلاح صنفی بشه کنترل و شفاف سازی اقتصاد صورت بگیره که در واقع حلقات انگلی باعث نشن این کار انجام بدن. ولی همینی که الان تو خدمتون عرض کردم، برنامه ما در گام اول از سازماندن بودجه عمومی باید شروع به شعبه اعتماد، و گامش بلا فاصله گام دومش عبارت باشه از به دست گرفتن اموال تمام این نهادهای ولایی برای کنترل حسابرسی و تعیین کردن اینکه کدوم بخش به بخش خصوصی، به بخش دولتی یا به بخش عمومی سپرده بشه، و تمامی اموال عمومی هم باید از کنترل امام خارج بشه. این که به بخش‌های مختلف چجوری ساری جاری بشه زمان میبره، لااقل بین 5 تا 10 سال، تجربه‌ای رو که با در کشورهای بلوک شرق داشتیم. و سوم که همزمان با این باید صورت بگیره، خروج فعالیت‌های نظامی از دست سپاه و سپردن این به بخش مدنی هستش. خیلی متشکرم. سوال بعدی از طرف خانم سیماس، سلام رسوندن، از شما تشکر کردن بابت سخنرانیتون، و سوالشون اینه که اگر ممکن است در این بدیل جایگاه نیروی هسته‌ای را نیز توضیح دهید و همچنین تقسیم منابع طبیعی و مسئله محیط زیست. من هم متقابلا به سیما خانم سلام عرض میکنم خدمتشون. مسئله نیروی هسته‌ای ببینید یک نکته، دو تا نکته خیلی مهم است. اولا به نظر من یک حکومت بدیل در ایران نمیتونه اصرار داشته باشه بر ادامه نیروی هسته‌ای و نباید اصرار داشته باشه. اگرچه من فکر میکنم ماجرای هسته‌ای مسئله‌ای که کل منطقه با قصه ایران زیاد صحبت میشه، مثلا امروز در مورد عربستان سعودی که روابطش داره با ایران بهبود میبخشه و ایران با عربستان سعودی، ولی یه چیزی من در صحبت‌های بسیاری از متخصصین نمیبینم و اونی که اگر ایران در آستانه هسته‌ای شدن قرار بگیره، کشورهای اولی که دوست دارن مثل ایران هسته‌ای بشن در رأسشون عربستان سعودیه. خب این پوزیسیون اینا رو میتونه عوض بکنه، از متخاصم دیروز به همکار امروز. یعنی شما در نظر بگیرید عربستان سعودی
از یه سری از سلاح‌های آمریکا محروم بود و از سلاح‌های هسته‌ای به خاطر اسرائیل. امروز اگر عربستان سعودی میگه که من با اسرائیل دارم رابطه برقرار میکنم، به آمریکا هم پایگاه دادم، اگر ایران رو ما جلوش نمیتونیم بگیریم برای هسته‌ای شدن، چرا باید جلوی مصر رو بگیریم؟ چرا باید جلوی عربستان رو بگیریم؟ بنابراین ما با یه خطر جدی روبرو خواهیم بود و این مسئله جمهوری اسلامی اینطوری نیستش که با تغییر حکومت به راحتی رفع بشه. تقریبا میشه گفت که تمام منطقه خاورمیانه دیر یا زود هسته‌ای خواهد شد. آیا یک جریان رادیکال و چپ باید از این دفاع کنه؟ به نظر من ماجرای هسته‌ای در واقع ابعادش عقب نمیره، ما جلوتر میریم و این پدیده به نظرم با تکثیر روبرو خواهد شد. ما همین امروز هم نمیدونیم مسئله در عربستان یا مصر و دیگر کشورها به خاطر زوم شدن روی ایران تا کجا پیش رفته و تا چه اندازه تغییر روابط عربستان با اسرائیل اتفاقا به خاطر داشتن ضمانت‌های لازم جهت هسته‌ای شده. بنابراین میخوام بگم که این سوالی که سیما خانم سوال کرده پرسش بسیار مهمی است. در مورد مسائل مربوط به محیط زیست به نظر من یکی از فاکتورهای اصلیه، به خاطر اینکه ما همین الان فرونشست زمین داریم برای نحوه استفاده از آبها. ما میتونیم برای اولین بار داریم شاهدیم در مورد آب هیرمند چگونه بین ایران و افغانستان زمینه‌های بحرانه. تاکنون البته در سطح بین المللی خود آب منجر به زد و خوردهای منطقه‌ای نشده، ناحیه‌ای نشده، ولی ما به طور واقعی با حکومت جمهوری اسلامی در دراز مدت هم. یعنی بخوایم اینجوری بگم برای شما، جمهوری اسلامی بودن شره ولی بعد از رفتنش هم مدت‌ها شرش برای ما خواهد بود. از جمله اونها به خاطر همین نوع توسعه پاتریمونیال، از جیب خوردن، از منابع طبیعی و زیستی خوردن و داغون کردن، به خاطر همین 600 تا صدی که ایجاد کرده و و و و. بنابراین مسئله محیط زیست، ما خوشبختی که میتونیم داشته باشیم باید دوباره دست ارتش کوتاه بشه، از گاورننس، از اداره امور جنگل‌ها و منابع طبیعی و انفال یا اداره اولیگارشیک منابع طبیعی و جایگزین بشه با اداره کمونال منابع طبیعی. حتی آب، به نظر من ملی شدن آب در سال ژوئیه 1967 در دوره محمد رضا شاه پهلوی کار کاملا اشتباهی بوده و نیازمند هست که اتفاقا همه مناطق محلی این بتونن به صورت کمونال از آب استفاده کنن و ابتکارات محلی نقش داشته باشه. خب من بیش از این صحبت نمی کنم چون خودمون میتونه مسئله محیط زیست یه مسئله کاملا قابل بحث و به اصطلاح تأملی باشه. بسیار خوب، الان نوبت خانم سرور علی محمدی هستش که میکروفونشون باز میشه. من اشتباه کردم، فکر کردم ویدیو رو هم باز میکنم، ولی فقط میکروفون باز میشه که خودشون مطلب یا سوالشون رو شفاهم بیان کنن. سرور عزیز لطفا بفرمایید. صدای من نمیاد؟ چرا الان میاد سرور جان. من سلام میگم علی جان، شرمنده. من هرچی نوشتم مثل که شما نمیبینین، یعنی نوشته من بالا نمیاد، به همین دلیل دستم رو بلند کردم. شاید به جوهر نامرئی نوشتی سرور جان. نه عزیز، من این مشکل کامپیوترم این مشکل رو داره، مهرداد جان میدونه. خواهش میکنم بفرما سرور. برحال خواستم بگم که تخطی نکردم از فرمان شما. خواهش میکنم. ممنونم مهرداد جان به خاطر صحبتهای بسیار بسیار عالی. صحبت از لزوم یک انقلاب اقتصادی در ایران کردین و این انقلاب تا اونجایی که شناخت من از شما دارم بدون انقلاب اجتماعی نیست، یعنی اول انقلاب اجتماعی بعد انقلاب اقتصادی. درست فهمیدم حرفاتو یا نه؟ درو جا اول از همه سلام خدمتت عرض بکنم و خیلی خوشحالم از شنیدن صدای گرم و نازنینت و از محبتت. به گمان من اصلا انقلاب اجتماعی یکی از وجوه تمایزش از انقلابات سیاسی اینه که اقتصادیه. یعنی اگر شما اول قدرت سیاسی رو نگیرید نمیتونید یه برنامه 20-25 ساله رو انجام بدید. به همین دلیل یکی از مشکلات من با این منشور مطالبات حداقل اینه که گفته میشه مصادره همه اموال دولتی خصوصی شبه خصوصی
و و و خب مسلمه که این کاری مصادره قراره کی بکنه؟ مصادره قراره به اصطلاح اون نیروی انقلاب بکنه دیگه، و میخواد اون یه دستگاه قدرت جدیدی رو پایریزی کنه. دستگاه قدرت جدید تازه مقدمه ایست برای انجام انقلاب اقتصادی. در انقلاب اسلامی هم اینجوری بود. انقلاب اسلامی رو من سرآغازش رو واقعا اشغال سفارت آمریکا میدونم، کنار گذاشتن حکومت موقت بازرگان، و انقلاب اقتصادیشون سال 2006، ژوئیه 2006، یعنی اون طرح مصوبه سیاست‌های ابلاغی برای اجرای اصل 44 بود که بهش میگن خصوصی سازی، من بهش میگم اسلامی سازی، که در واقع اموال دولتی رو سپردن، بخش عمده ایش رو به عنوان ورشکسته دادن، فروختن به بخش انفال، به بخش ولایی. یعنی یه انقلاب اقتصادی خیلی وقت بیشتری رو لازمش هست تا یک انقلاب سیاسی. انقلاب اجتماعی میتونه باشه اگر اولا به حرکت عمومی مردم وابسته باشه، فقط به الیت ختم نشه، توده های وسیع مردم شرکت کنن، و هدفش فقط تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه همچنین تغییر نظام اقتصادی یا رژیم مالکیت. خیلی ممنون مرداد جان. عرضم به حضور شما که سوال بعدی به انگلیسی نوشته شده، من سعی میکنم با لهجه آکسفوردی خودم اینو تا که میشه بخونم بهش، امیدوارم مفهوم باشه. آقای به نام شهرام سوال کردند: Many thanks for your insightful presentation. It is refreshing to see that you would not cite fossil fuel as a primary source of wealth production in Iran's future economy. That said, I thought Iran's looming environmental devastation was absent from your thought. How would you incorporate the economic impact of this environmental crisis on the model that you envision? Displacement of population, drought, etc. البته نکته رو بگم که احتمالاً این سوال قبل از جوابای شما به سوال کننده قبلی که راجع به انوایرومنت و اینا نوشته شده، ولی ملوث بفرمایید. شهرام عزیز، تو به من فرصتی دادی برای کتابم تبلیغ کنم. اگر کتاب من رو بگیری، همین کتابی که در ابتدای برنامه اعلام شد، Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism, A New Reading of Contemporary Iran، که همین ابتدای سال 2023 در آمد در انتشارات سپرینگر یا مکمیلا، در اونجا یه بندی اصلا داره، بند هشته، یعنی فصل هشتم این کتاب، یه بند مفصلی داره راجع به ماجرای محیط زیست و وخامت محیط زیست. من در اینجا باید توی پرانتز بگم که برنامه هایی رو از جانب ایران اینترنشنال سازمان داده شده که من در دو بخش بودم، در بخش شاهد تاریخ که در اونجا هم به طور تفصیلی بیشتری راجع به محیط زیست صحبت می کنم. برنامه بسیار خوبی اونجا سازمان داده شده و در اینجا فقط به این اکتفا می کنم که محیط زیست واقعا مسئله پیچیده ایه. من اصلا ادعا ندارم که به طور سیستماتیک همه رو بررسی کردم، ولی فقط میتونم خدمتون عرض بکنم که من یه دریچه تازه‌ای رو گشودم در این ماجرا، و اون نوع مالکیت و شیوه حکمرانی یا گاورننس در ایران. یکی از عواملی که باعث مشدد بوده، باعث تشدید تخریب منابع طبیعی و محیط بومی و انواع در ایران بوده و فرونشست زمین ها و کاهش ذخایر آبی کشور ما بوده، ماجرای همین انفاله. یعنی همین که اموال عمومی بدون مالک توسط امام باید مالکیتش باشه، و دوم هم اداره به اصطلاح اموال عمومی، اموال از جمله اموال طبیعی بدون مالک توسط سپاه پاسداران، یعنی نیروی انتظامی، نیروی نظامی، و این مشدد بوده. یه سری عوامل، البته عوامل کاملا اقلیمی هستند، عوامل محیط زیستی هستند، نوع رشد سرمایه‌داری در ایران هستند، ولی این فاکتورها را هم که در خاص رشد سرمایه‌داری در ایران، میگم رشد خاص سرمایه‌داری، منظورم سرمایه‌داری که بیشتر از همه به بابت نفت وابسته است و ما بخش مهمی از کار دوم مردم، اگر نگم کار اول، مسافرکشیه در به اصطلاح شهرهای بزرگ،
و اینا یعنی آلودگی هوا و آلودگی هوا در ایران در تمام شهرهای بزرگ جای خاصی رو داره. برحال من بیش از این نمیخوام اینجا صحبت کنم، ولی واقفم به اهمیت موضوع لااقل در کتاب به این قصه پرداخته شده شهر و میتونی بهش نگاهی بندازی. خیلی متشکرم مهرداد جان. سوال بعدی که نوشته شده از فرشید هستش: با سپاس فراوان از شما، آیا به نظر شما مدیران و مجریان این تغییرات را از کجا میتوان یافت؟ این نیروها را میشود داخل ایران پیدا کرد یا باید از ایرانیان خارج باشند؟ بفرمایید. بدون تردید، من ذره‌ای تردید ندارم که دیاسپورای ایرانی میتونه نقش خیلی فعالی بازی کنه و اصلا یه بخشی از ذخیره سرمایه، من اگر توجه فرموده باشیدم اشاره کردم، برای رشد اقتصادی در ایران باید از دو جا حرکت کرد و این ویژگیشه. یعنی من برنامه صرفا کینزگرا ندادم از طریق مصرف توده‌ای و افزایشش، بلکه همچنین افزایش پسنداز داخلی بود و در این حال پسنداز داخلی نیروی متخصص ایرانی بخشش رو در خود ایران بشه حفظ کرد وقتی آینده ای جوانان داشته باشن، و دوم آوردن نیروی متخصصی که در خارج از کشور ما داریم. بی تردید من روی به اصطلاح دیاسپورای خارج حساب جدی دارم برای اینکه این رشد اقتصادی بتونه صورت بگیره، و البته اون چیزی که فرهنگ و قدرت سازماندهی که همراه با اون هست. شما در تمام جوانهای ایرانی که در داخل و خارج هستن یه زبان مشترک میبینید و اون زبان مشترک محیط زیسته، یک زبان مشترک میبینید و اون زبان انقلاب انفورماتیکه، انقلاب دیجیتاله. ما نمیتونیم در ایران ایران رو به کشوری بکنیم که واقعا قطبی بشه در کل خاورمیانه برای خدمات نو، و به نظر من تاکید روی صنعت در ایران کار اشتباهیه. ما حتما باید رو بخش سرویس، خدمات و خدمات نو تاکید به عمل بیاریم. خب شما نمیتونید نه از انقلاب دیجیتال تکنولوژیک انفورماتیک، نه از ماجرای محیط زیست حرفی بزنید بدون اینکه توجه داشته باشید که زبان مشترک جوانان، این نسلی که در غرب داره تحصیل میکنه یا در برخی از کشورهای شرق بیرون از ایران و اون بخشی که در ایران هستن، در اینا هستن که با زبان مشترک هستن. حتما باید مدیران کشور ما از داخل و خارج هر دو باشن بدون ذره‌ای تردید به گمان من. سوال بعدی که نوشته شده با از حمید هستش و مطلب این است که با تشکر، به نظر شما چه شکل سیاسی برای این دوران ترانسفورماسیون مناسب تر است و یا شما پیشنهاد میکنید؟ شکل سیاسی که این امکان را میدهد که پیشنهادات سیاسی بهتر به عمل درآیند. متشکرم. خب ببینید، سوالی که از من میکنید سوال سختیه، چون من میتونم زمانی به شما به این سوالا خوب جواب بدم که مقدمات حرفم تنظیم شده باشه. من در اینجا حرفایی که زدم همش مقدماتش روشن بود. اگر بخوام اعتقادات سیاسیم رو به میان بیارم، خب میارم. من در یک کلمه فکر میکنم ما احتیاج داریم به یک جمهوری، به یک جمهوری که دموکراتیک باشه و سکولار باشه. خب حالا این جمهوری تا چه اندازه از نهادهای خودمدیریتی استفاده کنه خیلی با ارزشه. در ذهنیت من این نیستش که فکر میکنم کلمه شوراها، من با شورا به اشکال مختلف روبرو هستم، بودم و شناختایی دارم از جای مختلف. به گمان من در ایران خیلی داره به صورت ابیوز میشه این کلمه، نادرست استفاده میشه. کمیته های مردمی یا حرکات اعتراضی موقت به عنوان قدرت شورایی بلافاصله تلقی میشه، جای بعضی وقتا سندیکاها رو میگیره، بعضی وقتا مستقیما الهام میگیره از تجاربی که در اوایل قرن 20 صورت گرفته و اینا برای من هیچ کدوم معیار نیست. ولی برای همه اینا من احتیاج دارم به این که نگاهم رو به لحاظ تغییر سیاسی با شما در میان بگذارم، وگرنه اینجا من یه مشوار خواهم داد. به طور کلی میتونم بگم که به نظر من سلطنت و ولایت فقیه، اینها نظام سیاسی کشور ما نباید باشن. یعنی میگم نباید برای اینکه
ما تجربه هر طور دیدیم، یعنی نه شاه نه شیخ. نظامی اگر برای ما هست، نظام جمهوریه و جمهور مردمه. حالا این جمهور مردم انواع تفاصیل داره. من اینجا خودم رو ملزم میبینم بگم که قطعا این جمهور باید منطق لایک داشته باشه، حتی سکولار نمیگم، یعنی تفکیک جدایی دین از دولت به روشنی داشته باشیم. هیچ جایی رئیس جمهور دستشو بالا نبره به قرآن یا دین رسمی به اصطلاح سوگند بخوره و یا به اشکال مختلف یه جوری در نهادهای قدرت این به وجود بیاد و اینا. نه، واقعا از لایسیته صحبت میکنم و معناش و تفاوتش رو با سکولاریسم میفهمم، ولی به هر حال حتی اونجا هم موضوع منازعه من نیست. و دموکراسی در مفهوم وسیعش، در مفهوم وسیع هم فقط دموکراسی نمایندگی نیست، هرچند من برای دموکراسی نمایندگی مجلس مؤسسان احترام ویژه‌ای قائلم، حق رأی عمومی احترام ویژه‌ای قائلم، ولی در این حال دموکراسی مستقیم موضوع قرن 21. دموکراسی مستقیم یا مشارکتی رو باید براش جا قائل شد و در مفهوم جمهوری براش جای درستی رو قائل شد. اگر فرانسوی ها از 1793 از جمهوری اجتماعی میتونستن صحبت کنن، امروز که به طور اولا ما در معرض به اصطلاح رجوع به آرای مستقیم و مداخله مستقیم مردم است. خیلی متشکر مرداد عزیز. ما الان دو نفر دیگه تو لیست داریم، یکی زمان گرامی، زمان عزیز هستش که مطلبشون رو نوشتن، ولی من حدس میزنم که شاید اگر خود زمان حاضر باشه سوالش رو مطرح بکنه خیلی به اصطلاح بهتر خواهد بود تا من اینو بخوام بخونم. اگر چنانچه مایل به صحبت هستی بگو زمان که خود سوالت رو مطرح کنی. مثلا دستتو، آها، دستتو اگه ببری بالا خیلی عالی میشه. بسیار خوب، لطفا میکروفون زمان رو باز کنید. با درود، صدای من میاد؟ بله زمان جا، سلام عرض میکنم خدمته. با درود به دوست گرامی و تشکر فراوان از این بحث بسیار موجز و از این لحاظ موجز که من در دقیقاً با تو هم نظرم که کمتر کسی به مسائل اقتصادی ایران به شکلی که انطباق سیاست حاکم بر ایران باشه را توجه میکنه. از این نظر من واقعاً کار شما را فوق‌العاده ارزشمند میدونم. مرداد گرامی، سوال من در واقع این هست که ما در یک جهانی زندگی میکنیم که گلوبالیزم به شکل بسیار بسیار وسیع در تنگناهای اقتصاد سیاسی و سیاست جهان تاثیرگذار هست، منتها به شکل‌های بسیار متنوع. با توجه به این عصری که ما الان درش زندگی میکنیم، برای کشوری مثل ایران که از یک بحران نابهنجار ناب محدودی بیرون خواهد آمد، آیا هیچ در واقع امیدی میشه، یا حتی اگر نگیم امید، از نظر تحلیل اقتصادی و سیاسی نگاه کنیم، یک کشور مستقل سیاسی و اقتصادی که بتونه روندی رو در به قول شما دموکراسی مستقیم پیش ببره رو میشه امیدوار بود؟ زمان جان، بذار سوالت رو اینجوری پاسخ بدم. ما در مورد همین جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم. من فقط از جمهوری اسلامی هراسان نیستم، از اپوزیسیونش هم هراسانم. میگن که باید دوبار کفاره یک گناه رو داد. هر رژیمی هرچه خرابتر، اپوزیسیونش هم بسیار اوقات خرابتره و دوباره باید کفاره اون رژیم رو داد. یک بار برای خود اون رژیم، یک بار به خاطر اپوزیسیون به اصطلاح عجیب غریبی که خود یه رژیم به اصطلاح عجیب غریب ایجاد میکنه. متاسفانه ما شاهد این قصه در همین کوتاه مدت هستیم. خب وقتی شما یک باره میبینید که بخشی از ساواک قد علم میکنه به نام جنبش زن زندگی آزادی و برای خودش به اصطلاح حقانیت و مشروعیت قائل میشه، آدم یه مقدار زیادی حواسش رو جمع میکنه.
و بعد رقابت‌های بسیار مسکینی که اتفاق می‌افته در فضای فرقه‌ای که هست. نمی‌خوام بگم اینها مسائل اساسی یک جنبش بزرگی که ما مثل جنبش مهسا داشتیم، ولی می‌خوام بگم دوگانگیه. از یک طرف واقعاً چشم‌اندازهای یک تحول بی‌نظیر موجوده. خب این اتفاقی که در ایران افتاد ما در تمام خاورمیانه نداشتیم. یک جنبش اجتماعی از پایین از جانب خود زنان برای لایسیته و جنبشی ضد روحانی. این در مورد اسلام واقعا یک تغییر فاحشی است در کل خاورمیانه بدون ذره‌ای تن. اما در این حال شما تبعات بعدی رو که ببینید، ببینید چه گرفتاری‌های عظیمی وجود داشته در شکل دادن به یک زبان اعتراضی، یک لانگاژ دیسکورس در واقع به اصطلاح تغییر و انقلاب در این ماجرا. من تمام قصه رو در این میبینم که شاید یکی از پست‌ها، باید هر چیزی رو که آدم در موقعیت ضعیفی قرار میگیره نقاط اون ضعف رو به قوت تبدیل کنه، شاید یکی از چیزهایی که جنبش زن زندگی آزادی نتونست با سرعت پیش بره و ما یه موقعیتی رو از دست دادیم، موقعیت واقعا عالی رو از دست دادیم و بخش مهمیش هم برمیگرده به خلأهایی که داریم و گرفتاری‌هایی که خود اپوزیسیون این رژیم هست، ولی شاید یکی از حسناش در این باشه که تدارک بیشتری صورت بگیره. اگر در ایران یک اپوزیسیون جدی جمهوری‌خواه و نیرومند بتونه شکل بگیره و چپ نقش خودش رو در این حال در این مجموعه ایفا بکنه که خیلی واقعا چپ خیلی فاصله داره از اون و به ویژه در این تحول نهادهای مدنی، کارکنان، کارگران و به اصطلاح مزد و حقوق بگیران نقش فعال خودشون رو عهده‌دار بشن در کنار جنبش زنان، در کنار در واقع جنبش‌های به اصطلاح قومی یا ملیتی که مثل کردها، مثل بلوچها، مثل سایر مناطق ایران، اینها بتونن یک جنبش ترانسفرسال و جنبش در این حال به خصوص زنان و تمام جنبش‌های اجتماعی که علیه سرکوب جنسی و جنسیتی هست، خب این میتونه واقعا در ایران رو تبدیل بکنه به یک تحول عظیم، به یک قطب منطقی. و گلوبالیزاسیون برای ایران به تنهایی مشکل‌زا نخواهد بود. من فکر نمی کنم گلوبالیزاسیون از جمله تا رقابت‌های چین و روسیه و آمریکا در منطقه بتونن به تنهایی در ایران اختلال ایجاد کنن. اگر در داخل ما نیروی بسیار جایگزینی محکمی رو ایجاد کنیم با ریشه هایی توی جامعه مدنی، ولی از طرف دیگه به هیچ وجه نمیخوام این رو بگم که نگران نیستم و میدونم چه بدبختی و فلاکتی خواهد بود آمدن در جایی که با اپوزیسیون مچلتر از رژیم اول در واقع روبرو بشیم. در ایران راه بسته نیست، هم برای جهنم هم برای آغاز راه رفتن به سوی بهشت. هیچ کدوم این دوتا رو از پیش نمیشه گفت که منتفی. خیلی متشکر. ما دو نفر دیگه تو لیست داریم، مطمئن الان یکی از دو دوستان پنلیست اینجا به من اطلاع داد که آقای دکتر تورج عطابکی هم به ما پیوستند و اون دوست پنلیست ما پیشنهاد داد که اگر ایشون صحبتی دارن صحبتشون رو بکنن. البته آقای دکتر تورج عطابکی از سخنرانان برکلی لکچرز بودند و خیلی فعال در زمینه‌های مختلف و صاحب نظر، و اینو من به عهده خود دکتر تورج عطابکی میذارم که بعد از این دوتا شرکت کننده چنانچه صحبتی، سوالی، مسئله باشه قدمشون رو چشم بفرمایند. اما برمیگردیم به آقای دی جی هم دستش رو بالا برده بود و هم سوالش رو نوشته، ولی چون اسمش اینجا هست لطفاً میکروفونتون رو آزاد کنید و سوالتون رو مطلبتون رو بفرمایید. سلام، من صدام هست. سلام خانم دیجی. ببخشید من دورنا هستم، اسمم رو ننوشتم. دورنا، سلام دورنا جان، حالت چطوره؟ خیلی ممنون. من وقتتون رو نمیخوام زیاد بگیرم، یعنی هم میخوام تشکر کنم احتمالاً دوباره بشه سوال ازتون پرسید، ولی سوالی که الان
خیلی برام مهم بود که بپرسم و نوشتم هم حتی، اینکه بر اساس وضعیت فعلی که حالا از یه طرف وضعیت فعلی وقتی میگیم خب ما الان با یه جنبشی مواجه هستیم که توش بحث مسئله اقلیت‌های ملی و مطالباتشون خیلی مهمه، از یه طرف هم ما با یک بحران‌های خب متعددی روبرو هستیم، خیلی از دوستان هم اشاره کردن، خودتون هم اشاره کردیم، بحث محیط زیست و تخریبات محیط زیستی. بر اساس این مطالباتی که اقلیت‌های ملی فعلا الان دارن و بر اساس سیستمی که بعضن اینا در موردش صحبت میکنن یا پیشنهاد میدن، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا سیستمی که دسانترالیزه و دکنسانتره باشه تماما، با توجه به این، این یه بحثیه. یه بحث دیگه که میخواستم همین بحث تخریبات زیست‌محیطی اشاره کنم، براساس نتایج تحقیقات من این در مناطق پیرامونی شدتش بیشتر بوده نسبت به مناطق مرکزی. مناطق پیرامونی بحث سوء بهره برداری ها بوده و یا مثلا بحث های اکتشافات معدنی و تخریبات و آلودگی های محیط زیستی بوده. قسمتش بحث آب، حالا فراوان فرونشست زمین و استرا. ولی در این بین مناطق مرکزی در حالی که مسائل اونها بیشتر مربوط میشه به افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، آلودگی ها و صنعتی شدن، یعنی نوع بحران نسبت به منشأ بحران با هم متفاوته. در نتیجه منطقا این گروه های اقلیتی مناطقشون. من اون مدل سیاسی، حالا یه بحثی هست، شما وقتی از ترانزیسیون و ترانسفورماسیون اقتصادی صحبت میکنیم، بنای اصلی این ترانسفورماسیون سیاسی 100%، ولی چه مدل اقتصادی قابل تصوره با احتساب یک مدل سیاسی در وضعیت هایی که گفتم به نسبت مسائل، که این مدل در حالی که دسانترالیزاسیون و این دکنسانتراسیون رو یعنی به نوعی رعایت کرده باشه، بشه در تخصیص منابع و در اشتراک منابع طبیعی بین این مناطقی که خب به هر حال اقلیت ها و گروه های اقلیتی هستن، این برابری یا این برابری رو بر اساس برابری زیست محیطی به اصطلاح فعلش دیگه یادم نمیاد، یعنی تامین کنه. به هر حال من اون مدل اقتصادی رو میگردم که دنبالش هستم که این بحث دسانترالیزاسیون رو توش داشته باشه و این مطالبه اقلیت های ملی رو هم در نظر گرفته باشه. خیلی ممنون. من اول از همه تشکر میکنم که دورنای عزیز در واقع سوالاتش رو مطرح کردن. تحقیقات ایشون خیلی تحقیقات با ارزشی هستن در مورد محیط زیست و در مورد به اصطلاح چگونگی توسعه مناطق مختلف پیرامون و مرکز، که واقعا داره اهمیت و ارزش زیادی هستن. امیدوارم این فرصت به دست بیاد که بخشی از کارشون، به خصوص کار دانشگاهیشون در مورد تست، منتشر بشه و همه استفاده کنیم از جمله خود من. ولی خدمت شما میخواستم عرض کنم دورنا جان، یه نکته ای رو من در مباحثاتی که در زمینه مطالعات من، البته امروز لام تا کام وارد بحث مرکز پیرامون نشدم، ولی میخوام یه نکته ای رو مطرح کنم، چون نمیشه اون خودش واقعا یه جلسه کامل وقت احتیاج داره، به خصوص که مثلا من با بعضی از لیتراتور ادبیات مربوط به استعمار در ایران موافق نیستم، ولی با ادبیات مرکز و پیرامون اونجوری که برودل مطرح کرده، والرشتاین مطرح کرده، کاملا موافق هستم. اشاره میکنم منظورم چیه با استعمار موافق نیستم ولی با ادبیاتی مثل برودل و والرشتاین موافقم. منظورم اینه که در نگاه برودل یا والرشتاین، مرکز و پیرامون همیشه وجود داشته در نظام سرمایه‌داری، ولی اینا ثابت نبوده، تغییر کرده. یعنی شما مثلا قبلا آمستردام داشتید، بعد لندن رو دارید، یه زمانی ژنوا رو داشتید و بعدن بعد از بسال لندن هم شده نیویورک، و اینجوری نیست که یه جاهایی همیشه تا ابد پیرامونن، یه جایی تا ابد همیشه در واقع مرکزن. نظریه اقتصاد وابسته در واقع مکتب سپال متاسفانه این انحراف رو داره، یعنی همیشه این تصور هست که یه سری از کشورهای جنوبی هم که همیشه در پیرامون میمونن و شمال که همیشه در موقعیت مرکز باقی میمونن. نظریه والرشتاین یا نظریه برودل
یه چنین چیزی رو نداره تو خودش. و من فکر میکنم که در ایران هم اول از همه باید ببینیم مرکز و پیرامون از کجا در ایران بلند میشه. به گمان من اولین مسئله عبارت از نفته. یعنی قبل از این که شما بگید آیا رابطه بین اقوام فارس و نحوه ستم مثلا شوونیسم فارس نسبت به کرد، نسبت به مثلا فرض بگیرید بلوچ و یا آذری هست، من میگم که قبل از همه اینا نوع توسعه اقتصادی ایران، و اینا فقط تمرکز دولت نیست، اقتصاد متکی به نفت مرکزگراست و پیرامونش ضعیف میشه. دلیلش هم رو شما در اون چیزی که به عنوان نفرین منابع طبیعی هست میبینید. اقتصادهایی که متکی هم به درآمد نفتی، و البته این ربط داره به نهادهای موجودی بر اینا، چون نفرینشون فقط منابع طبیعی نیست، نفرینشون نفرین نهادیه. اینا در واقع این درآمد نفت بخش دولتی رو متورم میکنه. بخش دولت هم دیوان سالاریش این تهران، شما نگاه بکنید تمام مراکز عمده اونجایی که دیوان سالاری بزرگ میشه طبیعتاً در کردستان نفت نیست، اونجا هم نمیتونه جایی برای خودش پیدا بکنه. و از لحاظ زیست محیطی آیا واقعاً وضعیت تهران بهتر از بلوچستانه یا مثلا بهتر از کردستانه؟ من مطمئن نیستم. نمیگم کار میدونی کردم و قطعاً مواد دارم، ولی فکر میکنم مسئله فرونشست زمین در خود تهران، مسئله به اصطلاح آلودگی محیط زیست در خود تهران هم از مناطق حاشیه‌ای نداره، و همه اینها به لحاظ زیست محیطی مقدار زیادیشون متأثر هستند در این حال با نحوه توسعه اقتصادی در آن. یک. دو، فکر میکنم مرکز و پیرامون فقط به مسئله دولت مرتبط نیست، به نوع توسعه روابط اقتصادی هم مرتبط. من یه نمونه میگیرم، بیش از اونم بحث نمی کنم تا بعدا بیشتر آدم بحث کنه. کردستان رو در نظر بگیریم. خب کردستان در واقع تا همین دوره‌ای که تجارت بین منطقه‌ای بین ایران و کردستان عراق و ترکیه ایجاد بشه که به ویژه منطقه بانه رو شامل میشه، شما میبینید که بیشترین موقعیت کردستان موقعیت سوغلجیشیشه و منطقه کوهستانی کوپایه هست، و همین منطقه کوپایه باعث میشه که اصلاحات ارضی رو که شاه میخواد بکنه در کردستان پیش نبره، اول با قوانین منطقه در نیفته و اون موقعیت ویژه قوانین منطقه کرد رو در نظر بگیره. اصلاحات ارضی اونجایی که از همه آخرتر انجام میشه در کردستان ایرانه. و به چه دلیل؟ برای اینکه اهمیت سوغلجیشیه. حالا نحوه ادغام اقتصاد کردستان در ایران چه بود؟ ارسال نیروی کارش بود، یه بخشی هم خانه‌سازی و سیمان و اینا بود که شهرها رو داشت. ولی از زمانی که تجارت منطقه‌ای راه افتاده، غیر از اینکه ما کولبران رو داریم، شاهد میلیونرهای تازه‌ای هم از بخش کردها هستیم که شبیه می‌کنه کردهای اون منطقه رو به یهودی‌های اون منطقه. یعنی ما میتونیم فردا کاملا در نظر داشته باشیم که ما در واقع یه بخشی از کردها عین یهودیان منطقه تا اون از تجارت بین منطقه‌ای دارن بهره مند میشن، از همین که ارز میشه برد و آورد، اجناس رو میشه آورد. فقط واقعیت تجارت منطقه‌ای کولبران ایران نیستن. یک سوال بکنیم، چرا در کردستان در دوره جنبش زن زندگی آزادی بانه زیاد حرکت نکرد؟ برای ماجرای به نظر من مسئله مرکز پیرامون، به ویژه به نظر من جایی که خالی جاش اقتصاد دونان و اونایی که مطالعات توسعه میکنن و این رو صرفا به زاویه دید سیاسی نگاه نمیکنن، من فقط دو نمونه آوردم. یکی تجارت منطقه‌ای و مناطق آزاد، تجارت آزاد هست در مناطق، و یه مثال دیگه که براتون آوردم مسئله نفته و این تاثیرش مرکز و پیرامون چیه. به هیچ وجه قصدم این نیست که بگم فاکتور سیاسی مرکز پیرامون اینا اهمیت نداره، فقط میخوام این رو بگم که فاکتور اقتصادی نقش بسیار مهمی داره، و میخوام بگم از تجارت منطقی غفلت نکنیم، از خروج از الگوی توسعه نفتی غفلت نکنیم، و نیز مسئله مرکز پیرامون رو تبدیل به مسئله استعمار و مستعمره چی نکنیم، بلکه مرکز پیرامون رو در اون چهارچوب تاریخی در نظر بگیریم که برودل برای ما نشون داد و خیلی هم در مورد کشور ما قابل پیاده کردن.
خیلی متشکر. قبل از اینی که میکروفون بدیم به آقای دکتر اتابکی که سوالشون رو مطرح بکنن، یک حاضر غایب Anonymous Attendee یک سوالی مطرح کردن، هرچند که به موضوع بحث ما مطرح نمیشه، مربوط نمیشه، ولی مرداد عزیز چون در یه قسمت از صحبت راجع به آلترناتیو سلطنت صحبت کردی و گفتی من جمهوری رو میخوام، شاید خوب باشه یه اشاره‌ای هم به سوال این دوست ما بکنی. سوالی که به انگلیسی نوشتن اینه: What are your thoughts about the future of مجاهدین خلق as an option؟ ببینید، من راجع به مجاهدین خلق یک چیز رو به طور واضح میتونم بگم، به همون اندازه‌ای که در مورد نظام انفال من صحبت میکنم اعتقاد عمومی تری دارم و این جایگاه به اصطلاح مذهبیون در سیاسته. ببین، من فکر میکنم ما یه مشکلی داریم با فقه امامیه، با فقه شیعه، یا حداقل این قرائت مشخصی که از فقه شیعه داریم. در فقه شیعه امام یه جای خاصی داره. شما کتابهای شریعتی رو حتما دیدید، در کتابهای شریعتی از این ماجرا و مجاهدین هم تفاصیلی که کردن از مسئله امامت به عنوان لزوم رهبری صحبت کردن. به نظر من این حرفها حرفای بسیار بی ربطی هستش. نه، در فقه شیعه عدل و امامت، دو اصلی که ما بر سه اصل به اصطلاح اصول دین اضافه کردیم، توحید، نبوت، معاد، این عدل و امامت، امامت جایگاهی داره. به نظرم دکتر حمید عنایت خیلی خوب رو به لحاظ سیاسی تشریح کرد که چه تعارضی با دموکراسی داره. من به سهم خودم افتنی دوست دارم بکنم رو نقش انفال و جایی که ولی داره، اونی که بهش این نقش داره. حالا این ولی میتونه حاضر باشه مثل آقای خامنه ای، میتونه غایب باشه مثل آقای رجبی، فرق نمیکنه. ولی بازی و ولایت و این قصه ها گرفتاری هستش که چه شکلش مکلا باشه چه امامه باشه، ایران رو ذره‌ای به دموکراسی سوق نمیده، چی جهنم رو دوباره تداعی میکنه. من راجع به مجاهدین و نقشی که به لحاظ سیاسی بازی کردن هیچ دیدگاه مثبتی ندیدم تا امروز. بی تردید البته با اونها موافقم که باید نظام براندازی بشه و 100% در این زمینه، چون این رو مجاهد میگه، باهاش مخالفتی نکردم، نخواهم کرد، بلکه بر اون اصرار خواهم داشت، همه کسانی که میگن. ولی اون چیزی رو که به عنوان حاصل این فعالیت هاست در رابطه با به اصطلاح کارنامه دموکراسی و به اصطلاح پیشرفت در نقد شیعه امامیه و جایگاهی که او در دستگاه قدرت بازی کرده، نقش اونها رو منفی تلقی میکنه. خیلی متشکر. آقای دکتر اتابکی بفرمایید شما. عرض سلام دارم و احترام برای دوست عزیزم دکتر وهابی عزیز، مهرداد عزیز. من پرسشم رو با این اشاره میخوام آغاز کنم که در 30-35 سال گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر شمار کارگران صنعتی در بخشای بزرگی از جهان بودیم که شاید یکی از دلایل عمدهش خود کارگرایی یا اتوماسیون بوده و یا عوامل دیگه، این از ایالات متحده امریکا، چین گرفته تا کشورهای اروپای شمالی هم داشتیم این رو، و این در حقیقت به نوعی سبب افول جایگاه سه جایگاه مطرح در این صحنه شده. یکی کوپراتیف ها در حقیقت اون جایگاه پیشین خودشون رو ندارن، همینطور اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی متعلق یا هوادار حرکت‌های کارگری، احزاب سوسیالیستی و کمونیستی که در پاره ای از کشورها حتی احزاب کمونیستی خودشون رو منحل کردن. برگردیم به ایران، اگر بخوایم یک همسنگی بگیریم، ما در ایران به دلایلی، نه لزوماً اتوماسیون، خود کارگرایی، بلکه به دلایل دیگه‌ای که همیشه بهش اشاره هم کردی، ما شاهد یک گسترش عظیمی بیکاری هستیم.
این بیکاری و ارتش بیکارانی که تشکیل شده بخشی هم شامل کارگران بی ثباتکار یا پریکاریات ها میشه، پریکاریس ورکرز میشه و از این دست. حالا پرسشی که برای من در این اشارات تحقیقی تو هستش، در این پژوهش‌های تحقیقی هستش، این که در بستر مبارزات برای براندازی چه سازمان‌های چه گزینه‌های محتمل برای سازمانگرایی این دسته از کارگران، کارگران نشاغل وجود داره که در حقیقت از بضاعت مستتر این گروه بزرگ اجتماعی که بیشتر من دیدم در این چند ماه گذشته از آغاز این خیزش اعتراضی انقلابی مهسا جایگاهشون به دیده گرفته نشده، چه در حقیقت ما گزینه‌ای داریم در این بستر، این مسیری که این خیزش اعتراضی انقلابی داره طی می‌کنه، و بعد از این فراتر آیا در اون مدل توسعه اقتصادی پایداری که تو مد نظر داری این مشکل گسترده بیکاری در ایران چگونه میشه در حقیقت بهش پاسخی داده بشه که خورند و پسند واقعیت‌های جامعه ایران باشه و ما رو دو مرتبه در یک چنبره خطا و آزمون قرار نده؟ همین، قربان تو. تورج عزیز، سوالتو بسیار با ارزشه و منم خیلی واقعا خوشحال کردی با تر این سوال، جاش خالی بود و منو به امکان به من میده که راجع به یه سری از نکاتی که مربوط میشه به جنبش کارگری اشاره کنم و مکس کنم. اول از همه باید بگم که علتی که تو گفتی 35 سال اخیر وزن در واقع کارگران صنعتی کاهش پیدا کرده، نه فقط در ایران، در سطح بین المللی رو من اینجوری میفهمم، و اون اینی که نظام فوردیستی که مبتنی بوده بر تولید و مصرف انبوه که از در واقع پایان جنگ دوم 1945 تا 68 پاره و اشخاص 73 میذارمش، اولین شوک نفتی، این نظام اقتصادی فوردیستی که اساسش این بوده که مصرف توده‌ای کارگران به ویژه کالاهای مصرفی با دوام و نیز به اصطلاح ماشین سازی، اتومبیل سازی، اینا مصرف اینا بوده که اقتصاد رو به حرکت میانداخته و مصرف توده‌ای هم در هر کشور بوده، یعنی برای فرانسوی بخش عمده در واقع مصرفی که ایجاد میکرده و رشدی که داشته از خود مصرف کارگران فرانسوی بوده، برای آلمانی هاش در آلمانی بوده و غیره، و این خط تولید دلوکالیزه نشده بوده، یعنی اون کاری که ما تونستیم با انقلاب تکنولوژیک و انفورماتیک اون سیستم هیرارشیک تولید رو که از آ تا زد رو سیتروئن میساخت یا فرض بگیریم دیگر کارخانجات اتومبیل سازی میساختن، الان اینا منهدم شده و قطعات به شیوهی که در تولید مثلا عروسک های باربی میبینیم یا در مورد لنز عکاسی میبینیم و خیلی چیزای دیگه، این تقسیم شده و از اونجایی که امکان اتصال اینا به صورت ویرچوال وجود داره، به صورت انفورماتیک وجود داره و ذخیره اطلاعاتی وجود داره، ما میتونیم هماهنگی رو از طریق بازار انجام و این انتگراسیون تولیدی رو تبدیل کرده به تجزیه تولید. انتگراسیون بیشتر از طریق بازار صورت میگیره تا از طریق در واقع تولید، یعنی دیس اینتگریشن این پروداکشن، اینتگریشن ترو مارکت. اینه که ما حتی بخش عمده از کارگران امروز رو به صورت آرتیزان میبینیم، مثلا تمام این کارگرایی که شما توی بخش به اصطلاح ماشین و اینا میبینید، اوبر و امثال اونها، در واقع حاصل این تحولیه که اتفاق افتاده. خب دقت بکنید، در تمام دنیا یکی از حوزه‌هایی که کلیدیه برای جمع کردن سندیکاها به نفع دوباره، و این روندش در همه جا آغاز شده، با تو موافق هستم، مثل فرانسه احزاب سیاسی حتی سندیکاها روند روبه نزولی داشتن، ولی این روند معکوس شده و دوره‌های اخیر اگر ببینید هم راست افراطی در جنبش‌های پوپولیستی داره ازش استفاده می‌کنه، هم در واقع چپ که قبلا میگفتن بهش چپ افرادی. اون چیه؟ دو حوزه است و این دو حوزه جاییست که ما در ایران هم باید بهش توجه کنیم. یکی حوزه محلات،
یعنی تمام جلیق زردها جایی که اینها جمع می شدن برای اعتراض عبارت بوده از سر به اصطلاح چهارراه‌ها و محلات، و این نقش حرکت محلی رو زیاد می کنه. دوم و این کمتر از اولی نیست، مسئله تأمینات و خدمات اجتماعی. جنبش‌های پایه‌ای اجتماعی که منتظر به اصطلاح دولت رفاه نیستن، چون دولت رفاه رو امروز ما می‌بینیم که فقط موقتی است، یعنی پل گذاری است برای پیمانی بین بخش دولتی و خصوصی و ربطی نداره به تأمینات خدمات اجتماعی. و مسئله اینه که چگونه در واقع مصرف کنندگان و مزد و حقوق بگیران تأمینات خدمات اجتماعی در اداری اون یا در شکل دادن به اون نقش بازی میکنن. به نظر من سندیکاها در دو عرصه جدید جای بازی میکنن و نقش بازی میکنن. یک، در حوزه شکل دادن به تأمینات و خدمات اجتماعی، چیزی که به عنوان بحران دولت رفاه محسوب میشه. دو، در یک جنبشی که اصطلاحاً این اسمش رو گرفته، سالاریزاسیون، یعنی کارگرانی که، و این بخش عمده از بیکار از این ناشی میشن، کارگرانی که در واقع کارگر نیستن، به ظاهر آرتیزانن، اوبرن، خودشون رو به عنوان خرده مالک میبینن ولی در اصل در واقع مزد حقوق بگیرن. ایجاد نهادهایی که مزد حقوق بگیری رو شکل میده و این رو همراه کردن با حرکت محلات. مثلا جنبشی که در فرانسه به طور قوی شکل گرفت این بود که اومدن گفتن آقا اوبرا هم هر کی تو اوبر کار میکنه باید تأمینات خدمات اجتماعی بده، بیمه اجتماعی داشته باشه، حداقل حقوق داشته باشه و و و و و, و. یعنی سالاریزاسیون اوبر بوده، اوبر که قبلا به صورت برابری. میخوام این رو بگم، فاکتورهایی که ما به طور قطع میدونیم تا امروز هم اشکال حرکت ها برای ما نشون میده، که یک، مسئله شکل گسترده بیکاری همراه با اقشار جدید کارگری از جمله آرتیزان ها مسئله تأمینات و خدمات اجتماعی رو به مسئله محوری تبدیل میکنه. یک. دو، مسئله محلات نقش اصلی بازی میکنه. و سه، که باید بر این دوتای قبلی اضافه بشه در مورد کارگران بی‌ثبات، مسئله فرماسیون هاست و افزایش دستمزد، که این حتی در مورد چیزم صادق بود، افزایش دستمزد برای اینکه از طریق دلوکالیزاسیون در جبران نشه و پایین نیاره قدرت دستمزد رو. حکومت در واقع چیز بایدن و این جانت یلن در واقع نقشی رو که بازی کرده افزایش حقوق کارگرانی که در واقع غیر ماهر هستن رو به اصطلاح بتونه تامین بکنه. در ایران تو در مورد مشاغل که اشاره می‌کنی من کاملا موافق هستم، ولی ما باید چیزی در نظر بگیریم. در ایران مشغله نیروی بیکار یک بخش مهمی ساختمان سازیه. ساختمان سازی هر جا که فعال بوده، ساختمان سازی نیروی به اصطلاح بیکار رو در خودش جلب کرده و یک بخش مهمی رو که ما در ایران هرچه بیشتر در سمتش باید نزدیک بشیم و کم شدیم، مسئله آموزش فرماسیون کارگری هست که بسیار خوب در برخی از کشورها از جمله کره توسعه پیدا کرده. من میخوام بگم حتی در ترکیه به مراتب از ایران بیشتر توسعه پیدا کرده و ما نداریم این قصه فرماسیون ها رو، ولی نقش مهم میدارن در شکل دادن. بنابراین من نکته‌ای که دارم برای ماجرای مشکل گسترده بیکاری سرمایه گذاری بیشتره. به همین دلیل میگم که ما صرفاً منبع توسعه اقتصادی، الگوی اقتصادی ما نمیتونه بر مبنای فوردیستی یا مصرف توده‌ای باشه. این باید حتما باشه، ولی علاوه بر اون باید افزایش در واقع اون چیزی باشه که اسمش رو میذاریم سپرده، یعنی بخش غیر مصرفی، سپرده‌ای که از کشور خارج میشه، سیوینگ ما، پسنداز در کشور بیشتر بتونه بمونه تا به خارج بره و نیروی به اصطلاح شاغل و تحصیل کرده در کشور باقی بمونه. این دوتا عامل میتونه منابعی باشه برای گسترش سرمایه گذاری ها. و برای و آخرین نکته و با اون شاید تمومش بکنم، مذاکرات دست جمعی برای تعیین دستمزد یکی از مسائل کلیدی هستش که انجام نشده
هنوز ما به خانه کارگر وابسته هستیم، شورای اسلامی کار وابسته هستیم، که همچنان این کورپوراتیسم اسلامیه که در مجامع بین المللی نقش داره. و من تمام اون چیزی که به گمانم در طول این دوره جنبش زن زندگی آزادی مهم بود در جنبش کارگری این بود که این نیست که جنبش کارگری بتونه بلافاصله بپیونده به جنبش براندازی، ولی بتونه نهادهایی مثل شوراهای اسلامی و مثل خانه کارگر رو دور بزنه و اینها رو به عنوان به اصطلاح زائد زباله کنار بگذاره. همینطور جان. خیلی متشکرم. عرضم به حضور شما که با وجودی که وقتمون تموم شده، فقط یک نفر دیگر رو که من میدونم خود مهرداد هم خیلی مایل صداشون رو بشنوه و دستشون رو بلند کردن، مانی حکیم عزیز رو خواهش میکنیم که بپیوندین و صحبت و کامنت و سوالتون رو مطرح کنیم. امیدوارم صدام بیاد. مانی جان سلام. سلام، صدام میاد. سلام مهرداد. بسیار خوب. سلام مانی جان. واقعا طبق معمول صدات شنیدم، برنامه‌ت گوش کردم که هیچ به غیر از اینم انتظاری نداشتم، همیشه عالیه. در مورد صحبت کم میکنم و سوال میکنم، نمیخوام وقت همه رو بگیرم. من تقریبا یه سوالی که داشتم این بودش که حدودا باز یه دونه راهنمایی میخواستیم. من سوالم اینه که در این اواخر ما یه شاهد یه اتحاد و فعالیت های خیلی بی‌نظیری از ایرانیان کشور میدیم در این چند وقت، چه میدونم 5-6 ماه اخیر، که واقعا تو این 40 ساله دیده نشده بوده و اتحادی رو به وجود آورد که واقعا باعث خوشحالی همه بودش. خب از مسائل داخل ایران در اصل نشأت میگرفت و چیزی به غیر از اونم نبوده، ولی الان با این وضعیتی که پیش اومده و غیره، من میخواستم اولا نظرتو بدونم در مورد این که شما چی فکر میکنی، چون عده‌ای که در خارج هستن در ایرانی ها خب عده‌شون زیاده، و این که با وجود تمام این تفرقه‌هایی که به وجود اومده، وظیفه این خارجی کشور الان به غیر از این که حالا هم ساپورتی در میدونیم که باید واقعا ایران رو ساپورت کنه، مسئلهش اینه، ولی الان چی به نظر شما میرسه که فکر میکنی این جمع باید در حال یه جوری جمع بشه و این کار انجام بده؟ خیلی ممنون میشم از جوابت و واقعا خوشحال شدم از دیدنت. مالی جان خیلی خیلی خوشحال شدم از شنیدن صدا، بسیار از تشویقت هم ممنونم و سپاسگزار مثل همیشه. مالی جان به نظر من تو خودت در واقع اون عروت الوثقی رو دادی، اون ریسمان اصلی رو مشخص کردی. جنبش خارج میتونه پشتیبان داخل باشه، نه رهبر. این یه فاکتور، یعنی اول از همه این که باید بگم خیلی دقیق و روشن مطرح کردی که این چیزی که ما در این دوره در خارج دیدیم بی نظیر بود صرف این 44 سال اخیر، و این نشان از این داره که چقدر عوض شدن دیسکورس اصلاحات به یه دیسکورس براندازی مهمه و ما هنوز به سوی یک دیسکورس انقلابی داریم. بخش ما واقعا داریم تلاش میکنیم به اینکه یه اپوزیسیون داشته باشیم. در گذشته ما شاهدیم بودیم آقای خاتمی که بودن، عده‌ای از کسانی که خودشون رو اپوزیسیون و حتی جمهوری خواه میدونستن کارت تبریک میرفتن صادر میکنن میکردن برای اینکه آقای خاتمی داره میاد به فرانسه مثلا به استقبالش برن. خب شما اصلا نمیتونید بفهمید که اپوزیسیون کجاست، حکومت کجاست. هنوزم نمیگم مرزهای اینا کاملا روشن شده. بی تردید میشه گفت که این لابی جمهوری اسلامی در خارج و نقشی که بازی کرده در به هم زدن افتراق و ایجاد تنش پاره اوقات در میان اپوزیسیون خارج اصلا کم نبوده در همین دوره اخیر. ولی یک چیزی رو که تو به درستی روش تاکید میگذاری اینه که ما شاهد چنین گسترش مبارزات و به اصطلاح رویکردی از جانب
دیاسپورای ایرانی در خارج نبودیم و همبستگی رو در میان ما چقدر تقویت کرده. ولی یک مسئله بسیار مهمی رو هم به همراه خودش آورد و این رو حالا ما به نسبت‌های مختلف، من قصدم این نیست که بگم این نسبت‌های مختلف فقط در مورد سلطنته، از چپ تا راست ما این مشکل رو باهاش روبرو بودیم و اون مشکل اینه که بالاخره وظیفه نیروی خارج چیه؟ پشتیبانی، همینی که تو میگی، یا اینکه رهبری؟ و به گمان من خیلی واضح در واقع پشتیبانیه و در این مورد هنوز بخش مهمی از وظایف ما باقی مونده. فراموش نکنیم بسیار جمهوری اسلامی در صدد به هر شکلی شده بر قربانی ها و اعدام ها و فضای روبش اضافه کنیم و مقاومت از جانب مردم به اشکال مختلف به شکل بی‌نظیری متنوع و قویه و واقعا منو به یه معنا یاد جنبش مدنی سیاه‌پوستان میندازه برای رفع تبعیض در آمریکا که بارایی رو میذاشتن که اینجا سگ و سیاه‌پوست ممنوعه، یا صندلی هایی رو که توی اتوبوس میذاشتن برای اینکه کجا سفیدا باید بشینن کجا سیاها، و اینا رو همه رو در واقع سیاها سعی میکردن دونه به دونه تسخیر کنن و حمله میکردن برای درهم شکستن این تبعیض. این رو ما امروز در میان زنان میبینیم، دوباره شاهد این هستیم، شاید یه مقداری اتفاقا به دلیل کمی افولی که ایجاد شده در جنبش زن زندگی آزادی. خب باید هم هر جنبشی سهم خودش رو ادا بکنه و خیلی سهم بزرگی رو جنبش زن زندگی آزادی، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایفا کرده. و دوباره جنبش های کارگری رو میبینیم که قد علم کردن، دوباره دارن روی خواسته هاشون میکوبن و ما به هیچ وجه از سر پیچ های مهمی که در مقابل این نظام هست عبور نکردیم که ناشی از بحران های اقتصادی و سیاسی عمیقی هستش. ولی این دوره رو میتونیم در این حال استفاده کنیم به عنوان کشانی که در خارج هستن و پشتیبان نیروی داخله، اتفاقا حرفامون رو تعمیق کنیم. چی میخوای؟ این منشور مهسا اومد، یه تعدادی اومدن و بعد رفتن، منشور به اصطلاح مطالبات حداقلی اومد و رفت، یه عده منشورهای دیگه ای نوشته بودن که یه جوری هم توش سلطنت خودش رو ببینه هم جمهوری تو خودش ببینه. کجا ایستادیم در این خواستامون؟ چی باید بگیم؟ من جلسه امروز رو هم در این ارتباط می‌بینم. اتفاقا کار ما تازه الان شروع میشه. بیشتر عمق ببخشید. اختلاف ما بر سر چه چیزاییه؟ چه جهتگیری‌هایی داریم؟ سر چه چیزایی داریم صحبت می‌کنیم؟ آخه این خود این به نظر شما میشه در یک زمانی آدم‌ها بخوان انقلاب بکنن، ترانسفورماسیون بکنن اینا؟ بعد یه چیزی که به این عظمت هست، انفال رو کسی حاضر نباشه به زبان بیاره از راست تا چپش، جالب نیست برای شما؟ خب این نشان دهنده میزان آمادگی ذهنی و عمق رشد نگاه ماست به قصه که از خیلی چیزا بیخبریم، وقوف نداریم. ولایت فقیه دیگه خب تقش در اومده، تشتش بر بام خورد، ولی از خیلی چیزای دیگه راجع به همین اقتصاد ایران، خانم میزر مثلا میفرماید که باید اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری آره. آخه مگه میشه در یک کشوری 40-44 سال این همه اتفاقات افتاده، این همه مصادره ها شده، ملی هم نشدن این مصادره ها؟ خب اینا چه شده توی این اقتصاد؟ این بنیادهایی که شکل گرفتن نظام ولایی تأثیرش چیه؟ اینا تو چپش، تو راستش، تو همه جای دیگرش این اهمیت داره و من فکر میکنم که خوب هست ما واقعا نه فقط به براندازی بلکه به یک دیسکورس جانشینی فکر کنیم. همین توی همین جلسه امروز دیدیم مسئله مرکز پیرامون، مسئله اقوام یا ملیت‌ها، مسئله مربوط به محیط زیست و و و و و اومد وسط. خب راجع به اینا باید تأمل صورت بگیره در اینا و من امیدوارم که این افتای موقت زمینه‌ای بشه برای تعمیق اندیشه‌ای. هیچ جنبش انقلابی بدون تئوری انقلابی ممکن نیست و لازمه این جنبش هم اینه که اندیشه خودش رو صیقل بده و شفاف بکنه. و من تشکر میکنم از این زاویه از به اصطلاح برگزار کنندگان سخنرانی های برکلی که روی این مسئله عطف توجه کرده. تمام، خیلی متشکر مرداد جان. و
دیگه هرچند دلم میخواد ادامه پیدا کنه ولی دیگه مهرداد واقعا خسته شد، ما با آخر وقت خودمون رسیدیم و تنها نکته که من باید خدمتتون بگم راجع به برنامه آینده گفتارهای برکلی است که درست 4 هفته دیگه یک شنبه 9 جولای همین ساعت و سخنران ما هم خانم پرستو فروهر هستند که زن بسیار شناخته شده مدافع حقوق بشر و هنرمند درجه 1 و البته محال من اسم ایشون رو بشنوم و یاد پدر مادرشون نیفتم، یاد اون زنده نامانم جاوید. خب دوستان عزیز خیلی خوش آمدید، روز خوشی یا شب خوشی داشته باشید، تا دیدار بعدی ما در 9 جولای. خدافظ شما. خدافظ. با تشکر فراوان از انجمن برکلی گفتارهای